در خدمت شما عزیزان هستیم با قسمت دیگری از برنامه آن روی سکه و جدیدترین کلیپ هایی که دوستان عزیزمون در شبکه جهانی وصال حق آماده کردن و شما با دیدن این کلیپ ها با آن روی سکه دین فروشان و مذهب فروشان رافضی آشنا خواهید شد. شما را بیشتر از این منتظر نمیگذاریم، میریم سراغ اولین کلیپی که انشاءالله در برنامه امروز پخش خواهیم کرد. کلیپ شماره 805، قزوینی و قیچی کردن روایت امام احمد در مورد مناقب علی رضی الله تعالی عنه. یکی از کارهایی که شما شاهد بودید در مدت این 3-4 سالی که ما کلیپ های این آخوند رافضی رو پخش کردیم، دروغ میگه، یعنی به قول خودش دروغگوی خیلی ماهریه و تلبیس میکنه، خیانت میکنه، به این معنی که قسمتی از یک روایت رو میخونه آنچه که باب دلش هست و بر اساس اون یک حکمی رو صادر میکنه، به قسمت قبلی و بعدی روایت توجه نمیکنه و به این وسیله میخواد مذهب باطل و دین ساختگی عبدالله ابن سبأ یهودی رو در بین مسلمانان ترویج بکنه. اما الحمدلله به فضل الله سبحانه و تعالی و با کوشش های عزیزانمون در شبکه جانی و سال حق، شما با چهره اصلی این آخوند دین فروش و این زندیق قرن آیت الله دکتر حسینی قزوینی آشنا هستید. با هم کلیپ رو میبینیم، کلیپ شماره 805، و دوباره برمیگردیم خدمت شما عزیزان. با ما همراه باشید. قزوینی و قیچی کردن روایت امام احمد در مورد مناقب علی رضی الله عنه. آخوند قزوینی یا همان آیت الله مقراض روایتی را از مسند امام احمد ذکر می کند که در آن ویژگی های خلفای راشدین در تولی امر حکومت از زبان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بیان شده است. اما این آخوند بخش نخست روایت را که به ضرر اوست نمی‌خواند و سعی می‌کند با قرائت بخش دوم علی رضی الله عنه را اولای به امامت از ابوبکر و عمر رضی الله عنهما بداند. ببینید احمد ابن حنبل در متوفای 241 روایتی رو نقل می‌کنه، سند روایت هم 100% صحیح عرض می‌کنم، میگه و این تو امرو علیان ولا اراکم فاعلین، اگر علی را امیر خودتون قرار بدید گرچه میدانم نمی کنید، او هم هدایتگر هم هدایت شده است، یأخذ بكم الطریق، شما را به زور هم که باشه در صراط مستقیم قرار میده. این هم صفحه کتاب را عزیزان ببینن. در ابتدای این روایت آمده است گفته شد یا رسول الله چه کسی بعد از شما امیر خواهد شد؟ فرمود اگر ابوبکر را امیر خود قرار دهید او را پارسا در دنیا و مشتاق آخرت می‌بینید و اگر عمر را امیر خود قرار دهید او را قوی و امین خواهید یافت که در راه خدا از هیچ چیزی نمی‌هراسد. اما آخوند مقراض با وقاحت تمام این بخش را قیچی می کند. جناب آیت الله قیچی به خوبی می داند که خواندن بخش نخست روایت تیشه به ریشه باورهای اوست و وجه استدلالش به این روایت را زیر سؤال می برد، لذا دست به چنین خیانتی می زند. فلانی روایات ما را صدرش میخوانه، ذیلش نمیخوانه، چنین و چنان و سر صدا ایجاد کردن، ما دروغگوی ماهر و مکار. حالا بفرمایید مردم قضاوت کنن، ما هیچی نمیگیم. ما نمیگیم اینها دروغگو هستن، مکار هستن، ماهر هستن، چی هستن. خود دوستان بیننده شیعه و سنی ما روایت را آوردیم را آنتن، آقایان دیدن.
برای بینندگان عزیز و گرامی دیدید نمونه ای از قیچی کردن و تلبیس این آخوند رافضی رو که چطور فریب میده شیعیان و اهل سنت رو با تلبیس و خیانت و دروغگویی. کلیپ دیگری هم داریم از این آخوند، کلیپ شماره 808، آخوند قزوینی و تکرار یک دروغ، دروغی که بارها در این شبکه چه از طریق کلیپ ها و چه از طریق برنامه‌های زنده پاسخ داده شده، اما این آخوند وقیح باز هم این دروغ رو تکرار میکنه. کلیپ شماره 808 رو با هم میبینیم. آخوند قزوینی و تکرار یک دروغ. بینندگان محترم، بر کسی پوشیده نیست که شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله در عصری میزیست که تصوف در جهان اسلام رخنه کرده بود و دعوت او برای بازگشت مردم به اسلام بی خرافات با واکنش برخی از علمای صوفی مسلک و خرافاتی هم عصرش روبرو شد. امام ابن حجر در کتاب الدرر الکامنه اقوال این عده را در مورد شیخ الاسلام نقل کرده و سپس خود به طور مفصل از شیخ الاسلام دفاع می کند. اما این آخوند در ابتدا با مد و ستایش از حافظ ابن حجر وانمود می کند که خود او چنین عقیده‌ای داشته و به دروغ از زبان ابن حجر می گوید علمای بزرگ اهل سنت این اعتقاد را داشتند. کتاب الدرر الکامنه فی اعیان معت الصامنه، دیگه آقای ابن حجر عسقلانی به قول آقایان جز چهار نفری است که اهل سنت ایال کنار سفره این چهار نفر هستند. و منهم من ينسبه الى الزندقه لقوله ان النبي لا يستغاث به و ان في ذلك تنقيسا و منعا من تعظيم النبي. بعد ایشون میگه برای شما عرض کنم از علمای بزرگ علیه ابن تیمیه فتوا دادن، چنین کردن، چنان کردن. خب اینها نمونه‌ای برای شما عرض کنم چیزی. شبکه جهانی وصال حق کلیپ های متعددی در اثبات این دروغ آخوند قزوینی منتشر کرده است. اما انسان که حیا نداشته باشد هرچی میخواهد میکند. جناب آخوند قزوینی، حافظ ابن حجر در کجای کتاب خود گفته است علمای بزرگ اهل سنت این اعتقاد را داشتند؟ و چرا جناب عالی پاسخ حافظ ابن حجر به این یاوه سرایی ها را ذکر نمی کنید و می خواهید بیننده را فریب دهید که گویا خود حافظ ابن حجر رحمه الله این عقیده را دارد؟ حافظ ابن حجر پس از نقل این اقوال در مورد شیخ الاسلام ابن تیمیه چی می گوید؟ لم تر عين من رآه مثله ولا رأت عينه مثل نفسه، كان يتكلم في التفسير فيحضر مجلسه الجم الغفير، ويردون من بحره العذب النمير، يرتعون من ربيع فضله في رودة وغدير، إلى أن دب إليه من أهل بلده داء الحسد، وألب أهل النظر منهم على ما ينتقد عليه من أمور المعتقد، فحفظوا عنه في ذلك كلاما أوسعوه بسببه ملاما، وفوقوه لتبديعه سهاما، وزعموا أنه خالف طريقهم وفرق فريقهم، فنازعهم ونازعوه، وقاطع بعضهم وقاطعوه. هي چشمی مانند او را به خود ندید و خود او نیز مانند خود را به چشم ندیده بود. در تفسیر قرآن سخن می گفت و عده زیادی در مجلسش شرکت کرده و از دریای جوشان او برای خود جرعه می گرفتند و از گلستان دانشش بهره می بردند، تا اینکه برخی از همشهریانش نسبت به او حسادت ورزیدند و عده ای را تحریک کردند تا از او ایرادهایی گرفته و وی را به خاطر آن تبدیع کنند و تیرهای تبدیع را به سوی او نشانه گرفته و گمان کردند او از مسیرشان جدا شده و میان آنها تفرقه ایجاد کرده است. شیخ الاسلام ابن تیمیه با آنها منازعه کرد و آنها نیز با او منازعه کردند.
او با برخی از آنها قطع رابطه کرد و برخی از آنها نیز با او قطع رابطه کردند. بینندگان محترم، سخنان حافظ ابن حجر رحمه الله کجا و آنچه این آخوند مکار برای چندمین بار تکرار می کند کجا؟ حافظ ابن حجر دشمنان شیخ الاسلام ابن تیمیه را ادعی حسود معرفی می کند، اما قزوینی می گوید ابن حجر گفته این ادعی از علمای بزرگ اهل سنت بودند. قضاوت با شما. و سری بزنیم به بعضی از آخوندهای دیگه و شرکیات و کفریاتی که مانند همیشه در شبکه های اینها در 24 ساعت شبانه روز پخش میشه و بیانگر این است که هیچ فرقی بین اینها و کفار صدر اسلام نیست، بلکه واقعا یعنی باید گفت که ابو جهل و ابو لهب و مشرکین زمان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم با ایمان تر از اینها بودند در عبودیت، در پرستش الله سبحانه و تعالی و در توحید و یکتا پرستی. نمونه ای از شرکیات اینها رو من از این کلیپ خدمتتون پخش می کنم. همین آخوند سوپر مشرک خودمون هست که بارها کلیپاشو دیدید و شنیدید که چی میگه. علی مالک واقعی آسمون ها و زمین هاست، چون آسمان ها و زمین ها معلول نور علی، اراده علی، از پرتو یک تجلی نوری، یک جرقه نوری علی، همون بیگ بنگ بزرگ عالم به وجود آمد. یک اراده علی، اون بیگ بنگ بزرگ، اون انفجار اعظم است که از هر جرقه اون انفجار یه منظومه و یه کهکشان به وجود آمد. واقعا یعنی وقتی که انسان بخواد عقل و شعور کسی رو الله سبحانه و تعالی بگیره و انسان بخواد که به گمراهی بره، یعنی بهتر از این آخون نمیشه وضعیتش. ببینید که میگه مالک واقعی، یعنی مالک حقیقی آسمان ها و زمین، آسمان ها و زمین ها علی ابن ابی طالب است. احمد جان این آیه رو نشون بده در سوره بقره در همین اوائل قرآن کریم، اگر مراجعه بکنیم به صفحه 17 آیه دوم در این صفحه است، آیه 107 سوره بقره. الم تعلم ان الله له ملك السماوات والارض، آیا نمیدانی که پادشاهی آسمان ها و زمین از آن الله سبحانه و تعالی است؟ و ما لكم من دون الله من ولي ولا نصير، و جز الله شما هیچ ولی یعنی سرپرست و یاوری برای شما نیست. ببینید که الله سبحانه و تعالی در اینجا میگه که مالک روز جزا و مالک همه آسمان ها و زمین، پادشاهیش از آن کی است؟ از آن الله سبحانه و تعالی است. الله سبحانه و تعالی که در سوره غافر آیه 16 احمد جان اگر نشان بدی، در اینجا وقتی که الله سبحانه و تعالی بیان میکنه برای کفار الله سبحانه و تعالی رو و وحدانیتش رو و قدرت و عظمتش رو، در آیاتی که قبل از این میاد مثلا در آیه 14 اگر کارگردان عزیزمون نشون بده، فدعوا الله مخلصین له الدین
ولو کرح الكافرون رفیع الدرجات ذو العرش یلقی الروح من امره على من یشاء من عباده لینذر یوم التلاق یوم هم بارزون لا یخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم پادشاهی از آن کیست امروز؟ لله الواحد القهار، برای اللهی که واحد و قهار است. و آیات بعدی هم در بیان موقف و عظمت اون روز است. اما این آخوند مشرک یا به قول دوستان سوپر مشرک میگه که مالک واقعی کی است؟ سیدنا علی ابن ابی طالب رضی الله تعالی عنه. اینا با این حرفاشون میخوان فضیلت بتراشن برای سیدنا علی رضی الله تعالی عنه، در حالی که این مرد بزرگ، این صحابی جلیل و این سرور و سردار اهل بیت بعد از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نیازی نداره به این مشرکین، به این زنادقه گذشته و امروز که بخوان با این دروغ‌ها و با این خیانت‌ها برای ایشون منزلت و مقام بتراشن. یک کلیپ دیگری هم داریم، خیلی جالب است، این رو هم ببینید. واقعا یعنی گاهی اوقات این حرفا اینا رو که آدم میشنوه تعجب میکنه از عقل و شعور اینها. آدم بیشتر تعجب میکنه از کسایی که پای منبر اینها نشستن، یعنی نشاندنده این است که اینها در زندگی قرآن نخوندن. اگر قرآن میخوندن، همین شروع قرآن کریم رد سخنان این مشرک های دوران هست. این کلیپ رو با هم ببینیم. ما میگیم علی خدایی میکنن، اما برای ماسب الله نمیگیم علی خداست. هر کسی به مقام بندگی برسد خدایی میکنن، ولی برای کی؟ و شما ابد از علی کسی را پیدا نمیکن. خدایی میکند ولی خدا نیست. یه مثال بزن ما رو راحت کن، و اون این که اگر مدتی آهن در کنار آهن ربا قرار بگیرد چه خصوصیتی پیدا میکند؟ بله؟ خب بلند بگو دیگه. در حالی که آهن ربا نیست. اب کار آهن رو بارد کن. علی کار خدا من خدا نیست، اونم به اذن الله، اونم به اذن الله. اینو قلوب بهش نمیگن هرگز. کی گفته که این قلوب هست؟ علی خدایی میکند اما خدا نیست. یعنی چی؟ یعنی خدا علیعاذ بالله بازنشست شده، علی داره وظایف خدا رو انجام میده. او یکیش میگفت که علی مالک واقعی آسمان ها و زمین است. این میگه یعنی کلن الله سبحانه و تعالی را علیعاذ بالله اینها زندان کردن در یک قفس، و خودشون علی رضی الله تعالی عنه و دیگر اهل بیت رو، دوازده امام رو، اینا رو دوازده خدا قرار دادن که من دون الله اینها رو پرستش میکنن، در حالی که ما ببینیم که الله سبحانه و تعالی در سوره اعراف آیه 54 میگه که ان ربکم الله الذي خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامره الا له الخلق والامر تبارك الله رب العالمين. میگه همان پروردگار شما الله است که آسمان ها و زمین را در شش روز آفرید، سپس به عرش بلند و مرتفع گردید، روز را با شب می پوشاند و شب شتابان به دنبال روز در حرکت است، و خورشید و ماه و ستارگان را آفرید که به فرمان او مسخر شدند. آگاه باشید که آفریدن و فرمان دادن از آن اوست، بزرگ و برتر است الله پروردگار جهانیان. این حقیقتی است که در مورد ذات اقدس الهی در قرآن کریم بیان شده، اما این طایفه بدور از قرآن، بدور از اسلام و بدور از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رو می‌بینیم که صفات الله سبحانه و تعالی، اختیارات الله سبحانه و تعالی رو به انسان‌هایی میدن که
اگر اونها میتونستن از خودشون آزار و اذیتی رو دور بکنن و نجات بدن خودشونو از مشکلاتی که گرفتارشون میشد. ببینید الله سبحانه و تعالی، من سعی میکنم همیشه صحبت هایی که میکنیم مستند باشه به آیات قرآن کریم. در سوره اعراف آیه 188 الله سبحانه و تعالی خطاب به پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرماید که قل، بگو ای محمد، قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، بگو من مالک سود و زیان برای نفس خودم نیستم، الا ما شاء الله، مگر آنچه که الله سبحانه و تعالی بخواهد، ولو كنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، اگر که من علم غیب می‌داشتم، خب طبیعی است که انسان اگر علم غیب می‌داشت کارهای خوب زیادی انجام می‌داد و هیچ وقت ضرر و زیانی بهش نمی‌رسید. بعد چی میگه؟ الله سبحانه و تعالی میگه که بگو ای محمد، این انا الا نذیر و بشیر لقوم یؤمنون، من کسی نیستم جز بیم دهنده و بشارت دهندهی برای گروهی که ایمان دارن. رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که من مالک سود و زیان نیستم. وقتی که انسان میگه که علی رضی الله عنه مالک واقعی آسمان ها و زمین است، یعنی چی؟ یعنی این نور آفتاب، نور مهتاب، باد، باران، همه اینا از طرف علی ابن ابی طالب اداره میشه و به انسان ها میرسه. رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه من مالک سود و زیانی نیستم. آیا علی بالاتر از رسول الله صلی الله علیه و سلم است؟ اینها همون علی اللهی هایی هستن که در تاریخ بودن، امروز اسمشون رو عوض کردن، اسمشون رو گذاشتن شیعه اثناعشری، اسمشون رو گذاشتن شیعه اهل بیت، اسمشون رو گذاشتن محب و دوستدار اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم، در حالی که اینها دورترین انسان ها از دستورات اهل بیت و فرمایشات این بزرگواران هستن. از همین لحظه شماره تلفن های برنامه زیرنویس خواهد شد و شما عزیزان میتونید تماس بگیرید و در مورد موضوعاتی که در برنامه مطرح شد و کلیپ هایی که پخش شد انشاءالله اظهار نظر بکنید. احمد جان شماره تلفن های برنامه رو زیرنویس کردن، همچنین از طریق اسکایپ وصال حق هم میتونید دوستانمون در اتاق فرمان انشاءالله تماس های شما را طریق اسکایپ هم میگیرن، چون بعضی از عزیزان از طریق ایمیل خواسته بودن که ما اسکایپ هم داشته باشیم در برنامه، که انشاءالله دوستانی که میخوان از طریق اسکایپ صحبت بکنن و نمیتونن زنگ بزنن میتونن از طریق این برنامه با ما ارتباط برقرار کنن. همچنین دو شماره تلفنی که دوستان زیرنویس کردن، از این طریق هم میتونید زنگ بزنید و مطالبتون رو بیان بکنید. تا برقراری تماس های شما عزیزان، من بعضی از ایمیل هایی که دوستان فرستادن خدمتتون میخونم. برادر بلوچ از ایران نوشتن که برادر انصاری، جدیدن فردی یا افرادی از شیعه شق القمر کردن و حدیثی پیدا کردن به این مضمون که اهل بیت بعد از پیامبر خلیفه بعدی هستن، حدیث ثقلین، کتاب الله و اطرتی، و در تمام شبکه ها و در تمام برنامه زنگ میزنن و مانور میدن، در صورتی که از همه جواب دندان شکن گرفتن، ولی باز هم همین پرسش. امروز استاد عبدالله هیدری جواب خوبی دادند و طرف مجبور به فرار شد. استاد گفت که به فرض قبول میکنیم که حرف شما درست، من حاضرم به مذهب اهل بیت درآیم. کجاست مذهب اهل بیت و کارهایی که شیعه میکنن؟ آیا مذهب اهل بیت است؟ فرموده کدام امام است با سند؟ و یا در کجا یکی از امامان به این حرفا حواله داده و گفتن که طبق این حدیث ما به شما ارجعیت داریم؟ با تشکر. اینو بارها صحبت کردیم در موردش، حرف ایشون واقعا دقیق است. ما قبول میکنیم کتاب الله و اطرتیتون رو قبول میکنیم، از مصادر اهل سنت و شیعه میارید، قبول کردیم. بیارید کتاب الله کجاست؟ در این ما انتمسکتم به ما گفته، به اونا تمسک بجویید گمراه نمیشوید. بیارید کتاب الله رو، بیارید به ما نشون بدید که ما تمسک بجوییم به این کتاب الله. البته اون کتاب اللهی که خودتون بهش اعتقاد دارید، 17000 آیه رو بیارید. و همچنین عقیده اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و سلم رو بیارید. آنچه که میگویید که از طرف کلینی و مجلسی و اینهاست، اینا تهمت بستن به
اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. واقعا حرف این برادرمون دقیق است. تشکر از شما. الله سبحانه و تعالی حفظتون کنه. بله بیننده گرامی بفرمایید. سلام علیکم بیننده گرامی بفرمایید. لطف کنید صدای تلویزیونتون رو ببندید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. وصال حق؟ وصال حق بفرمایید. آقای انصاری هستم. بفرمایید انصاری هستم، صدا شما داره پخش میشه. بله سلام علیکم بفرمایید. بیننده گرامی بفرمایید، صدا شما داره پخش میشه. الو سلام. علیکم السلام و رحمت الله. بفرمایید برادر گرامی. حالتون خوب آقای انصاری؟ سلامت باشید، تشکر از تماستون. سلامت باشین، چه خبر آقای انصاری؟ سلامت باشید، تشکر از شما برادر عزیز، بفرمایید. یه سوالی داشتم آقای انصاری. بفرمایید. من زنگ میزنم آقای خدمتی، موفق نمیشم که باش صحبت کنم، سوالمو بپرسم. میشه از شما بپرسم؟ شما میتونید در برنامه پرسش و پاسخ روزهای دوشنبه زنگ بزنید. حضرت مولانا عبدالقدوس دهقان انشالله به سوالات شما پاسخ خواهند داد. تشکر از شما. خیلی ممنون. خدا نگهدارتون. التماس دعا. الله مطالب ستون کنه. تشکر از تماستون. بله سلام علیکم بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. خسته نباشید، قربان سلامتی. می‌خواستم با آقای انصاری صحبت کنم. دارید با من صحبت می‌کنید؟ بفرمایید خودتون رو معرفی کنید، از کجا زنگ می‌زنید؟ من از سوئیس زنگ می‌زنم، مهرانم. مهران برادر عزیز بفرمایید. آقای انصاری جون، اینا این رافضیا که اسم حضرت علی رو خراب می‌کنن، حضرت علی الان خیلی از دست اینا نگرانه. مطمئنم اگر بشنوه و بفهمه الان از دست اینا خیلی ناراحته. اینا میخوان، این رافضی ها میخوان این دنیا رو که ازمون گرفتن تو ایران، خلاصه مملکت ایران که خوشی ندارن، خوبی ندارن، دل خوشی ندارن، میخوان اون دنیا رو ازمون بگیرن. هدفشون اینه، هدف دیگه ای ندارن. اصلا تبلیغ دین اسلام اینجوری نیست. حضرت علی رو انقدر بزرگ کردن، بالاتر از خدا. خدا شاید من اصلا نمیتونم این حرف رو بزنم، انقدر ناراحت میشم که مثلا میگن علی خدا، مالک زمین و آسمان. نمیشه اینجوری. من کلا نظرم اینه که اینا، این رافضی ها، خلاصه این دنیا، ما که ایران مملکتمونه، افتاده دستشون. این دنیا رو ازمون گرفتن، حداقل رحم کنن که اون دنیا مونه ازمون چیز نگیرن. بخوان که بگن حضرت علی از خدا بزرگتره. نمیشه. پیغمبر از خدا بزرگتره، هر پیغمبری. نمیشه. آدم باید اسم خدا رو صدا بزنه، بگه یا الله، از او یاری به طلبه. من نظرم اینه. درست، کاملا درست میفرمایید، کاملا درست میفرمایید. خلاصه ببخشید من مزاحم شدم، خیلی از برنامه‌تون خیلی خیلی ممنونم که زحمت میکشین. تشکر از شما. ممنونم. تشکر از شما. خدا حفظ شما. خدا نگهدارتون. سخنان آقا مهران برادر عزیز و بزرگوار از سوئیس واقعا حرفای جالبی است. دقیقا الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم در سوره حج آیه 11 هم در مورد همین مشرکین و کفار، منافقین، که اینها تا قیامت ادامه دارن، یعنی این آیات وقتی حالت اینا رو بیان میکنه، اینا وجه مشترک دارن همه مشرکین، میگه که و من الناس من یعبد الله على حرف. از میان مردم کسانی هستند که خدا را با تردید و با ایمان ضعیف و سست میپرستن. میگن ما خدا پرستیم، ما مسلمانیم، ما ایمان داریم، ما شیعه علی هستیم. اینا همش حرفه، اینا همش ادعاست، ایمان ندارن.
اون ایمان حقیقی و ما قدر الله حق قدرهی، الله را اون طوری که باید شاید نشناختن قدر الله سبحانه و تعالی را در مورد اینا صدق میکنه. در آخر آیه خیلی جالب میگه، همین حرفی که آقا مهران گفتن، خسر الدنیا والآخره، زیانکار دنیا و آخرت. در دنیا که حالتشون رو دارید میبینید، خار و ذلیل در نزد مردم. امروز منفورترین انسانها در نزد ملت ایران کیه؟ آخوند شیعه. منفورترین انسان در نزد ملت مالیزی کیه؟ آخوندهای شیعه که همشون رو اخراج کردن و مذهب شیعه رو اصلا ممنوع کردن در اونجا. در سنگال منفورترین انسانها کیه؟ آخوند رافضی. در نیجریه منفورترین انسان کیه؟ آخوند رافضی شیعه. در عربستان، در یمن، در کویت، در امارات، در تاجیکستان، در تاجیکستان همین روافض خبیثی که در اونجا هستن مثل عبدالله محقق و نمیدونم فلان الان، به اندازه اینها پست و رذل هستن که نفاقشون به حدی رسیده که جرئت نمیکنن بگن که ما شیعه هستیم، چون میدونن که اگر بگن شیعه هستیم یا شیعه شدیم، مردم شریف تاجیکستان اینها رو با لنگ کفش و با چوب و با کلوخ و با سنگ امرایی خواهند کرد در کوچه و خیابان. به خاطر همین چی میگه؟ کارشناس علوم اسلامی حنفی هستیم. دروغ میگن، رافضی هستن. همون بلایی رو که سر ملت عراق و سوریه و یمن و دیگر کشورها آوردن، همون بلا رو میخوان سر ملت تاجیکستان بیارن. اما چی هستن؟ پنهان میکنن حقیقت خود. اذا لقوا الذين امنوا قالوا آمنا و اذا خلوا الى شياطينهم قالوا انا معكم. وقتی که با ملت تاجیکستان روبرو میشن، بله ما حنفی هستیم، ما مسلمانیم. وقتی که میرن قم در کنفرانس های اونا شرکت میکنن، میشن یک رافضی تمام عیار. آیه بعدی این سوره خیلی جالب است، آیه 12، در مورد این کسایی که و من الناس من يعبد الله على حرف و خسرت دنیا والآخره هستن. اینها کیا هستن؟ احمد جان اگر نشون بدی. یدعو، میخواند، من دون الله، به غیر از الله سبحانه و تعالی، به جای الله سبحانه و تعالی، کسانی را میخواند که ما لا یضره و ما لا ینفعه، کسانی که نه ضرر بهش میرسانند نه سودی براش میرسانند. خسرت دنیا و الاخره شد دیگه، صبح تا شام به دنبال زیارت و قبر و فلان و علان به سر و کله خودشون میزنن، قمه میزنن، خودشون رو درب و داغون میکنن، زنجیر میزنن، سینه میزنن، خاکمالی و گلمالی میکنن، هزار یک شرک و کفر و خرافات دیگر رو انجام میدن در این دنیایی که الله سبحانه و تعالی میگه که از این نعمتهای دنیا استفاده بکنید. اینها خسرت دنیا شدن. چطور؟ همین دنیا شده براشون عذاب. 360 روز سال رو شما ببینید، در این 360 روز حداقل 300 روز این عزاداری و به سر کله زدن است، غم و اندوه است برای اینها. به جایی که به دنبال قرآن برن، به دنبال سنت رسول الله، به دنبال اقوال صحیح ائمه اهل بیت برن، به دنبال این خزعبلات و خرافات سرگردان. آخرتشون چی است؟ زحمت کشیدن، به سر کله خودشون زدن، این همه راه ها رفتن، پیاده به این زیارت برو، پیاده به اون زیارت برو، در آخرت چی است؟ هباء منثورا، هیچ، مثل گرد و خاکی که در هوا پراکنده بشه، هیچ چیزی ثوابی براشون نیست، هیچ اجری براشون نیست. الله سبحانه و تعالی میگه یدعو، این خسرت دنیا و الاخره کیا هستن؟ یدعو من دون الله ما لا یضره و ما لا ينفعه، یعنی به غیر از الله سبحانه و تعالی کسانی رو میخوانن که نه به اینها ضرر میتونن برسونن، نه نفعی به اینها میتونن برسونن. این چی است این کاری که اینا انجام میدن؟ ذالک هو الضلال بعید، این گمراهی دور است. گمراهی دور. الله سبحانه و تعالی میگه که ما نزدیکتریم به تو از شارگ گردنید، از شارگ گردن به تو نزدیکتریم. اما اینها اینو ول میکنن، کیلومترها راه میرن، به کجا؟ به اون گمراهی دور، به قبر فلان امام، به خاطر شرک ورزیدن به الله سبحانه و تعالی
پولشون رو میدن، زحمتشون رو میکشن، اما در آخرت چی میشن؟ هم در دنیا خسارت و هم در آخرت خسارت دنیا و آخرت. این آیاتی بود که در تایید صحبت‌های برادر عزیزمون آقا مهران عرض کردم خدمتون. بله سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکات. استاد گرامی چی حال دارید؟ حتما خوب و خیریت انشاءالله. سلامت باشید برادر عزیز از هرات، بفرمایید. من مخواستم از برنامه خوب شما تشکر کنم. تشکر از شما برادر عزیز. استاد گرامی بفرمایید. یک چی من 4 سالگی عرضی کردم خداوند ما تو آرم اولاد نداده، امیدوارم که واقع ما دعا کنه خداوند ما اولاده. آمین. آمین. الله سبحانه و تعالی به شما فرزندان صالح نصیب بکنه برادر عزیز، زنده باشید. تشکر از تماستون. تشکر از شما. بله سلام علیکم، بفرمید. بله سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکات. وقتی کنو آقای انصاری برادر؟ بفرمایید، انصاری هستم، صدا شما داره پخش میشه، بفرمایید. بله سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکات. آقای انصاری، الله در شما بسیار خیر و برکت عطا فرماید انشاءالله. ما تقریبا 7 سال در ایران خدمت کردیم هم مردم ایران، ولی مردمشان بسیار خوب مردم هستن، ولی از عقیده اصلا عقیده مشرکیت دارد. ما تقریبا 7 سال در ایران خدمت کردیم، همه کلن به جای الله تعالی اینا کلن میگن که یا حسین یا الله یا علی یا چون یا فلان، چون اینا اکثریت چون همه عقیده خراب دارن. چون همه حضرت علی رضی الله عنه در صحیح بخاری میفرماین که ای امت رسول الله صلی الله علیه وسلم، شما چون در آخر زمان آخوندهایی در دنیا میاید که شما اینا را بکشین، اینا را بکشین باعث جنت رفتنتان میشه. چون این آخونده را قدرت که حضرت علی رضی الله عنه 14 سال پیش به ما اینا دادن، چون اینا واقعا عقیده مشرکت دارن. الله در شما بسیار خیر بسید که آقای انصاری اینا را واقعا شما دعوت میکنید، دعوت شما را قبول نکردن، الله اینا را هدایت بکنه. والله لحق ما بسیار دعا کنید، چون ما مردم افغانستان بسیار یک زنج دیده و ستم دیده، در سر ما اینا همین روز خراب آوردن که در افغانستان شیعه و سنی را در جان هم انداختن. واقعا الله در شما خیر و برکت بده، ما از افغانستان مزاحمتان نشیم. الله متعال حفظتون کنه، الله متعال حفظتون کنه و شر اینا را از سر امت اسلامی دور کنه برادر عزیز. انشاءالله بسیار از دو فراموش نکنین، الله درش بسیار خیر بسید، زنده باشید، خدا نگه دارد. بله سلام علیکم، بفرمید. الو سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکات. حسن باش با آقای انصاری. سلامت باشید، لطف کنید صدای تلویزیون رو ببندید برادر عزیز. سلام قسم باشید آقای انصاری عزیز، با خدا این کلیپای که نشون میده هم رفیقم کنارم نشسته، واقعا نمیدونیم به این کلیپا بخندیم یا گریه کنیم. به حال مردم ایران چی میگه اینا آخونده پای منبراشون. الله المستعان، الله المستعان. واقعا بعد از اینکه مثلا این آخونداش ما میگه کشورهای نیجریه و مالزی و اینا را اینقدر نمیتونه، مگر به خدا اینا تو امین ایران داخل شهرستان، به خدا تو شهرستان داخل بازار کوچه خیابون به خدا نمیتونم برم، از بس که اینا جنایت کرده. همین مردم خود ایران اینا رو میکشن. درست درست. خیلی ممنون از برنامه جالبتون. زنده باشید، تشکر از شما، الله متعال حفظتون کنه. خدا نگهدارتون. بله سلام علیکم، بفرمید. بیننده گرامی بفرمایید لطفا صدای تلویزیونتون رو ببندید. سلام علیکم، بفرمید. علیکم السلام و رحمت الله و برکات. سلامت باشید، تشکر. وقتی دکن لازم می‌خواستم وقت شما رو بگیرم. بفرمایید، در خدمت شما هستم. من حسین هستم از مشهد مزاحم میشم. آقا حسین بفرمایید. بعد من 10 سال شیعه بودم. اللهم صل. بعد از روستاهای مشهد
بعد واقعا خدا خیر بده این تبلیغی ها رو. بله. بعد باور بکنین هر روستای یک امامزاده داره. الله المستعان. بعد باور کنین هر جمعه ما به این امامزاده به اون امامزاده مرفتیم. هر جمعه من به امام رضا مرفتم. درست. بعد تو مسجد مرفتیم از روزهای عاشورا تا ضحا. درست. بعد از عمر بعد تعریف میکردم ولی پدرم تنها تو خانه سنی بود. به بابام گفتن که بابا بیا بریم مسجد. میگفت نه من مسجد نمیام که از عمر بد میگه. بالاخره خیلی پیله میکردم اینا ولی به حرف هم نمیکرد. تایی که آمدم به خاطر که ما از این عقیده برگردیم پدرم من آورد یک منطقه اهل سنت. درست. و این تبلیغی آمدن در خانه دعوت دادن گفتن بیا مسجد اینا. تا بهشون گفتم من شیعه هستم ولی خب دیگه منو دعوت دادن خدا خیر دیگه از رفیقامو بچه همون محل. به ما هم گفتن سنی ها دوم دارن. بعد ما وقتی که آمدم اینا رو دیدم گفتم اینا انسان هست. بعد گفتم اینا انسان هست اینا که دوم ندارن که اونجا تو منطقه شیعه بودم. به ما هم گفتن سنی ها دوم دارن. بعد تا اینکه خدا واقعا منو هدایت کرد سنی شدم. الله اکبر. و الان الحمدلله 7 ساله که سنی هم. الله اکبر. بعد خدا به من یک زنی عطا کرد. زنم هم شیعه بود و الحمدلله اونم عقیدش درست شده دیگه. حالا شرک نمکنیم. الحمدلله. بعد با یک شیخی صحبت میکردم میگفتم که اینقدر بر من مطمئنم که ما اهل سنت بر حق هستیم انگار که الان روزه. میدونم که الان روزه. اینقدر مطمئنم که ما اهل سنت بر حقیم. یقینا. او شیخ بی علم به من گفت که نه اینقدر مطمئن نباش روز قیامت مشخص میشه. بعد خدا خیر بده واقعا شبکه شما ما رو خیلی روشن کرده. خیلی یعنی واقعا خدا خیر بده شما رو. الحمدلله. لطف الله سبحانه و تعالی است برادر عزیز. دیگه همین دیگه واقعا خدا منو خیلی دوست داشته که از شرک واقعا حالا که فکر میکنم واقعا شرک گناه نابخشیدنی است. خدا اصلا نمیبخشه. درست. درست. خدا خیر بده شما ان شاء الله که امیدوارم که خدا ان شاء الله به هدایت کسانی که زنگ میزنن واقعا ته دل دارن صحبت میکنن من حرف اونا رو میفهمم چی میگن. درست. که الان چی نیروی ایمان دارن و در شرک بیزاری اینجا. خدا خیر بده شما. دیگه مزاحم نمیشم. زنده باشید. دعا بکنید. تشکر از شما. الله سبحانه و تعالی افستون کنه و توفیق مزید نصیبتون کنه برادر عزیز. خیلی ممنون. خدا خیر بده. زنده باشید. خدا نگهدار. من می‌خواستم بگم که دو تا از برادر زنم هم برگشتن الحمدلله. الله اکبر. الحمدلله. الله اکبر. مادر من برگشت الحمدلله. هیچ شرکی نمی‌کنن. مادرم قبلاً شیعه بوده. الله اکبر. و خیلی الحمدلله کار می‌کنن ولی خب حس که به گوش های اینا پنبه جا شده این رفیقا یا قومخیش های خانوم و اینا واقعا هر کی بهشون میگم هیچ چیز مثل این که واقعا آیه قرآن هست میفهمد که ما چشم اینا رو کور میکنیم دل های اینا رو کور میکنیم اینا هیچی نمیفهمد. درست. دعا بکنید و سعی تلاش بکنید الله سبحانه و تعالی هدایتشون بده به راه توحید یک تا پرست. انشالله انشالله. خدا خیر بده شما. سلامت باشید برادر عزیز. خدا نگهدارتون. خدا نگهدارتون. ببینید امثالی مثل برادر عزیزمون آقا حسین که 17 یا 18 سال شیعه بودن اینها حقیقت توحید رو لذت ایمان رو درک میکنن. چون کسی که در دوران جاهلیت در دوران خرافه پرستی زندگی کرده و از اون تاریکی ها و ظلمت های منجلاب شرک و کفر به نور توحید و یکتا پرستی مشرف شده این واقعا لذت ایمان رو احساس میکنه. الله سبحانه و تعالی در آیات متعددی از قرآن کریم مثال میزنه مشرکین و موحدین رو. یکی از این آیات رو من خدمت شما عزیزان نشون بدم در اینجا.
ببینید که چه زیبا الله سبحانه و تعالی مثال این انسان‌ها رو میزنه که در سوره رعد آیه 14 میگه که لهو دعوت الحق، دعوت حق از آن اوست، یعنی الله سبحانه و تعالی. والذین یدعون من دونه، و کسانی که مشرکینی که به جای الله به غیر از الله سبحانه و تعالی کسان دیگری رو میخوانن، لا یستجیبون لهم بشی، اینها این کسانی که شما من دون الله میخوانید هرگز دعوت اینها رو اجابت نمیکنن. بعد مثال میزنه، مثال های الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم وقتی که برای بنداش مثال میزنه خیلی جالب است اگر ما تفکر و تدبر بکنیم. میگه که الا كباسط كفيه الى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغ، مانند کسی که دستانش اینطوری گرفته در داخل آب اینو بلند میکنه، اصلا اینجا آبی هست، چشمه ای، کاسه ای یا آبی جمع شده یه جایی، شما میخواید از این آب بنوشید، اینطوری دستشون رو در آب میکنن و میبرن به طرف دهنشون، آیا این آب جمع میشه در دست؟ نمیشه. کسی که اینطوری بیاد بخواد که آب بخوره نمیشه. الله سبحانه و تعالی اینا رو مثال میزنه، میگه اینا این همه زحمت میکشن، طلب رزق و روزی و فرزند و زحمت راه و همونطوری که گفتم از این زیارت به اون زیارت، مانند کسی که دست میزنه به آب، پنجاش اینطوری بازه، نمیتونه به طرف دهنش این آب رو ببره، نمیتونه تشنگیشو برطرف بکنه، سودی براش نداره. و ما دعاء الكافرين الا في ضلال، و دعای کافران جز در گمراهی نیست. اینها گمراهن، اینها مسلمان نیستن، ادعا میکنن، ظاهرا کلمه هم میگن، شهادتین هم بیان میکنن، اما اون ایمان حقیقی که باید به الله سبحانه و تعالی داشته باشن ندارن. این یکی از مثال های توحیدی بود که در قرآن کریم بیان شد. مثال دیگر در سوره حج آیه 31 الله سبحانه و تعالی در این آیه شریفه میفرماید که حنفاء لله غیر مشرکین به، بنده های نیک، بنده های مؤمن واقعی در حالی که حقگرا و مخلص هستند برای الله سبحانه و تعالی و شرک نمیارن برای او تعالی، شرک نمیورزند. بعد حالت کسایی رو که مشرک هستن غیر از الله سبحانه و تعالی رو ندا میکنن، غیر از الله سبحانه و تعالی رو چیزی ازش میخوان، حالت اینا چی است؟ و من یشرک بالله فکأنما خر من السماء فتخطفه الطیر او تهوی به الريح في مكان سحيق. کسایی که مشرک هستن به الله سبحانه و تعالی شرک میورزن، اینها گویی از آسمان سقوط کردن، از آسمان سقوط کردن و بعد از اون پرندگان گوشتخوار، لاشخوار، مثلا عقابی، شاهینی، لاشخور، اینها رو روبوده، از آسمان سقوط کرده. تصور بکنید مثال قرآن چقدر زیباست. تویی که شرک میورزی، مثال تو مانند این است که از آسمان، از یک جای بلندی همینطوری ول شده باشی، نه چتر نجاتی داری، نه کسی دست تو میتونه بگیره، نه کسی میتونه بهت کمک بکنه، همینطوری داری میای به طرف زمین که بخوری به زمین، ناگهان پرنده میاد و تو رو میربایه از این آسمان. یا باد او را به جای بسیار دور پرتاب میکند، کسی رو باد برداره از آسمان پرتابش کنه به یک جای دور. این مثال کسانی است که در قرآن کریم الله سبحانه و تعالی مثال میزنه، کسایی که شرک میورزن، کسایی که من دون الله رو پرستش میکنن، زندگیشون اینطوریه، هیچگاه آرام و قرار در زندگی ندارن، از این پیر به اون پیر، از این زیارت به اون زیارت، از این قبر به اون قبر، دلهوره، همیشه در به در، خسرت دنیا و الاخره. این که وضعیتشون در دنیاست، حالا ببینید که در آخرت چه وضعی خواهند داشت. در روز محشر بندگان مؤمن واقعی در پیشگاه الله سبحانه و تعالی
خوش و خندان آماده حساب و کتاب هستن و اینها وقتی حول اون موقف رو میبینن به دنبال علی، به دنبال رسول الله، به دنبال فاطمه، به دنبال حسن، به دنبال پیر عبدالقادر جیلانی، به دنبال نمیدونم سیف الرحمن زندیق مشرک، به دنبال فلان زیارت، به دنبال فلان قبر، همه اینها از اینها بیزاری میکنن. در روز قیامت اینها، همین کسایی که شما اونها رو میخوانید، از شما اعلان بیزاری میکنن. پیش علی میرید، از شما اعلان بیزاری میکنن من این آیه رو خدمتتون بیارم. واقعا سوره فاطر، این آیه 14 سوره فاطر خیلی جالب است. احمد جان اگر اینو نشون بدی. اینجا خیلی جالب میگه که یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل و سخر الشمس و القمر کل یجری لعجل مسمى. میگه که الله سبحانه و تعالی کی است؟ شب را در روز، روز را در شب، در میان آفتاب و مهتاب در قبضه قدرت اوست. کل یجری لعجل مسمى، هر کدومشون در یک مسیری، در یک مدت زمان معینی در حرکت هستند. میگه ذالکم الله ربکم، ای کسایی که نمیشناسید، این از پروردگار شما که این همه اختیار داره. چند روز پیش دیدید که میگه که مالک واقعی آسمان ها و زمین علی است. در اینجا چی میگه؟ هم مالک همه اینا کی است؟ الله سبحانه و تعالی است. این است ذالکم الله ربکم، این از پروردگار شما. له ملک، له الملک، پادشاهی از اوست، اختیار از اوست، اختیار حقیقی واقعی دست اوست. والذین تدعون من دونه ما یملکون من قطمیر، کسانی که غیر از الله میخوانید مالک پوست نازک هسته خرما هم نیستند. ان تدعوهم لا یسمعوا دعاکم، شما این داد میزنید یا علی یا رسول الله یا پیر عبدالقادر جیلانی یا نمیدونم غوث اعظم یا فلان یا فلان، داد میزنید، اینا رو صدا میکنید، نمیشنون صدای شما رو. بعضی هاشون چی میگن؟ شیعه گمراه میگن نمیشنوند، علی، حسن، حسین، دوازده امام، امام زمان صدا رو میشنوند. بعضی از صوفی های گمراه میگن که پیرهای ما حاضر و ناظر هستند در همه جا، هر کاری ما بکنیم میشنوند، میبینن. فلان شیخ، فلان پیر طریقت، فلانی میشنوه، میبینه. الله سبحانه و تعالی اینها رو هم پیش بینی کرده بود که یک بندگان گمراهی پیدا میشن که این حرفا رو میزنن. در ادامه آیه چی میگه؟ که ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ولو که عبدالقادر جیلانی و امام حسن و امام حسین و پیرای نقشبندی و سیف الرحمن زندیق و اینها شنیدن صدای شما رو، ولو سمعوا، بالفرض محال که شنیدن، چی میگه؟ ما استجابوا لكم، اجابت نمی کنن. حالا میگید میشنون، خب شنیدن، میتونن به شما رزق و روزی بدن، میتونن مشکلات شما رو حل بکنن، ما استجابوا لكم، اجابت نمی کنن شما رو. چرا؟ تنها ذاتی که استجابت میکنه الله هست. ادعونی استجب لكم، ادعونی استجب لكم، مرا بخوانید تا شما را اجابت بکنم. نگفته که ادعوهم یستجیبون لكم، دوازده امام رو بخوانید، فلانی رو بخوانید، این پیر رو بخوانید، اون ملنگ فلانی رو بخوانید، فلان زیارت رو بخوانید. اگرم بشنون ما استجابوا لكم، روز قیامت چه رخ میده؟ تعدادی از انسانها علی رو خواستن، حسن رو خواستن، حسین رو خواستن، مهدی رو خواستن، رضی الله عنهم اجمعین، اینا بندگان نیک الله سبحانه و تعالی، هیچ شکی نیست دارین. فلان پیر و فلان ملنگ و فلان زیارت رو خواستن. اینها بندگان مقرب الهی هستن. اینها بندگانی هستن، منظورم ائمه اهل بیت و اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم، همسال پیر سیف الرحمن و اینا، که اینا زنادقه دوران هستن. الی جهنم و بئس المصیر، اینا کسایی هستن که کسی در کفر اینها شک بکنه کافر میشه. بندگان صالحی که شما اونها رو خواستید، علی، حسن، حسین، مهدی، غیره، روز قیامت اینها در منابری از نور در پیشگاه الله سبحانه و تعالی
بعضی از اینها بدون حساب و کتاب وارد جنت میشن. سیدنا علی رضی الله تعالی عنه، سید و سردار اهل بیت بعد از رسول الله، حیدر کرار، شیر خدا، صحابی جلیل، کسی که برق شمشیرش در بدر، در احد و در روز خیبر، در حنین افتخاراتی آفرید برای اسلام و مسلمان ها. رسول الله صلی الله علیه وسلم در روز خیبر فرمودن که فردا پرچم رو به دست کسی میدم که الله و رسولش رو دوست داره و الله و رسولم اون رو دوست داره. الله اکبر. اینها رو بیان بکنید برای مردم. اینهاست افتخارات و فضایل حقیقی علی، نه اینکه مالک آسمان ها و زمین است و فلان است و الان است کفریات و شرکیات رو بهش نسبت بدید. همین بندگان نیک در روز قیامت در پیشگاه الله سبحانه و تعالی این بدبخت های بیچاره میدونن علی جان فدات بشم، من برای تو این همه نظر کردم، یا علی گفتم انقدر. چی میگه در ادامه آیت؟ و یوم القیامتی یک فرون بشرک کن. روز قیامت علی میگه که برید گمشید، شما شیعیان من نیستید، شما پیروان من نیستید. شما اگر پیرو واقعی علی می بودید از رسول الله صلی الله علیه و سلم اطاعت می کردید. از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اطاعت یعنی چی؟ محبت رسول الله یعنی چی؟ قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. اگر واقعا پیرو الله و رسول هستید، پیرو اهل بیت و صحابه هستید، پیروی بکنید از الله و رسول. میگه و یوم القیامت یکفرون بشرککم. روز قیامت کفر میورزن، انکار میکنند این شرکی رو که شما انجام دادید، از اونها خواستید. چرا؟ اینها بندگانی بودن که توحید و یکتاپرستی رو با قیمت جانشون برای ما رسوندن. علی به خاطر چی کشته شد؟ عمر به خاطر چی کشته شد؟ صحابه رسول الله در بدر و احد و احزاب و خندق و حنین و طائف چرا خون دادن؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم در احد چرا از بدن مبارکشون خون جاری شد؟ دندان مبارکشون شهید شد، سرشون شکافته شد، خون بر رخسار مبارکشون جاری شد. به خاطر چی؟ قولوا لا اله الا الله تفلحوا. به خاطر لا اله الا الله، به خاطر که شما رو از این واسطه ها و از این بندگانی که بین خودتون و خدا قرار دادین جدا بکنه، به شما بگه که و نحن اقرب الیه من حبل الورید، ما اشاره گردن به اون نزدیکتریم. ادعونی استجب لکم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تنها مرا بپرستید و تنها از من یاری بجوید. به خاطر اینها بود که رسول الله و صحابه خون دادن، از مالشون گذشتن. تصور بکنید فیودال های مکه بودن، خونه داشتن، قصر داشتن، پول داشتن، همه چیزا رها کردن، پای پیاده. بعضی هاشون شاید غذا یک روز هم امرای خودشون نداشتن. 18 شبانه روز رسول الله صلی الله علیه وسلم تقریبا 18 شبانه روز از مکه تا مدینه. الان ما با ماشین با 300 400 میرید، نهایتش 500، با اتوبوس بری 500 بیشتر نمیشه. 18 شبانه روز در این راه پرخطر، در این دشت ها و کوه های سوزان حجاز، پیاده یا سوار بر شتر هجرت کردن. به خاطر چی؟ مالشون، جانشون، همه چیز رو گذاشتن، به خاطر اینکه کلمه توحید رو به ما برسونن، به خاطر اینکه ما رو از شرک برحذر بدارن. اما امروز میبینیم کسانی به این زحمات، به این آیات، به این احادیث، به این همه مشقت هایی که صحابه و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و صحابه و اهل بیت متحمل شدن، نگاه نمی کنن، به دنبال یک آخوند گمراه، به دنبال یک پیر مشرک، به دنبال یک مبتدع ظالم و زل میرن و از من دون الله یاری و مدد می جوین. انسان هایی که دینشون رو، عقیدشون رو، ایمانشون رو به خاطر 4 درهم و دینار و دلار و یورو فروختن، یکی از اینها این انسان است. احمد جان اگر که نشون بدی،
مولوی خدای داد یا خداداد صالح، رئیس عمومی شورای علمای غرب افغانستان. این نوکر آمریکا، نوکر آیساف، این کسی که صبح و شام در خدمت جنرال های آمریکایی و غربی در هرات قرار داشت، مردم شریف هرات میشناسن این انسان رو. چه زخم هایی که بر دل مجاهدین هرات گذاشته این انسان، کسی که به نام عالم دین با عبا و قبا بنده دلار است، بنده یورو، بنده دلار آمریکایی است، کسی که آیات ولا و برا و توحید رو، اصل اساس توحید که دوستی و دشمنی در راه الله سبحانه و تعالی است، اینا رو زیر پا گذاشته. الله سبحانه و تعالی در مورد اینها میگه کمثل الحمار یحمل اسفارا. عالمه ها، فکر نکنید که انسان جاهله، علم داره، مدرسه داره، مسجد داره، اما کمثل الحمار، مانند الاغی که بار باراش هست. الله سبحانه و تعالی در مورد عالم هایی که علم دارن و به علمشون عمل نمی کنن، اینها رو به الاغ مثال زده. کسی که به وجود آمریکا در افغانستان مشروعیت بخشید، یکیش همین انسان بود. در اسلام و در ایمان این باید شک کرد، کسی که نوکر درجه یک آیساف و نیروهای آمریکایی در افغانستان هست. این انسان همه مشکلات افغانستان حل شده، اومده چی میگه؟ مولای خدای داد صالح گفته که مخالفان توسل معاند و نادان هستند، توسل به مرده و زنده رواست. این به جایی که بیاد در ایمان خودش تجدید نظر بکنه، این بنده های درهم و دینار و دلار و یورو، همه مشکلات جامعه حل شده، حالا به خاطر خوشخدمتی برای ایران، چون روابط پنهانی با ایران و با روافضم داره، یکی از اسباب وجود روافض در هرات همین انسان هست. حالا اومده که بله، توسل به زنده و مرده جایز است، و کسی هم که قبول نکنه معاند و نادان است. حالا شما خودتون برنامه ها رو دیدید، آیات، احادیث، روایات رو ما بیان کردیم، خودتون قضاوت بکنید که معاند و نادان کیست و چه کسی است. پس گفتیم که الله سبحانه و تعالی در این آیات مبارک در سوره فاطر بیان میکنه که کسانی که شما غیر از الله سبحانه و تعالی میخوانید، اولا دعای شما رو نمیشنون، درخواست های شما رو نمیشنون، ولو این که بشنون اجابت نمیکنن، و باز چی کار میکنن؟ روز قیامت به شما کفر میورزن، انکارتون میکنن، به درد شما نمیخورن. برای سلام علیکم، بفرمید. سلام علیکم، بفرمایید. السلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکات. استاد گرامی، خوبین؟ الحمدلله دیره. سلامت باشید، تشکر از شما. استاد گرامی، من یک دوستی شیعی داشتم، یک جای با هم صحبت میکردیم، چند سخنرانی از شیخ محمد صالح بردن، من همه روشن کردم، او بسیار عصبانی شد، به توهین کرد به شیخ محمد صالح بردل. من از او خواهش کردم که تو فقط یک لحظه مثلا یک سخنرانی رو گوش کن. من یک سخنرانی ارتباط به شجاعت حضرت علی بود، او رو مثلا گفتم گوش کن، او رو که کامل گوش کرد، بعد گفت که این آخونده ما رو فریب داره. الله اکبر. بله واقعا هینه. بعد گفتم که من یک خواهش از این برادرهای اهل تشیع که دارم، فقط خود اینا تحقیق کنن، قرآن و قرآن کریم و حدیث پیامبر صلی الله علیه و آله خود اینا واز کنن، بخونن، مطالعه کنن، حقیقت به حقیقت پی ببرن. درست، کاملا درست، کاملا درست. الله این مطالعه ستون کنه. همین اوزار یک خواهش دیم از شما دارم. بفرمید. همین بعد از برنامه اگر امکانش هست،
همین سوره اذا شمس کویرت همین را با ترجمه خود شما همین هم اگر امکانش هست بخش کنید. باشه چشم احمد جان، اگر که امکانش هست اینو آماده بکنید بعد از برنامه پخش. تشکر از شما برادر هست. تشکر از شما، وقت ما دعا میکنم استاد جان. الله متعالفتون کنه، سعادت دنیا و آخرت نصیبتون کنه. استاد گرامی من امید، من شیخ محمد صالح را خیلی دوست دارم، به شبکه ها باشه خدا رو ببینیم برای تماس بگیریم. اون هیچ نمیفهمه که با کجا هست، یعنی مشکل انشالله الحمدلله خو نداره. باشه چشم، در این مورد صحبت میکنم. تشکر از شما برادر هست. تشکر از شما، خدا حافظ، خدا نگهدارتون. استاد پردل یکی از علمای دعوتگر و واقعا پرکار اهل سنت ایران هستند و در جنوب ایران زندگی میکنن، یکی از اساتید مدارس دینی هستند در اونجا و از متخرجین دانشگاه اسلامی مدینه منوره و انشاءالله در سایه نظام آخوندهای ظالم و ستمگر همه مشکل دارن، خیلیشون را و دیگر علمای اهل سنت را اذیت میکنن در اونجا، منتها الحمدلله هنوزم همونطور پرتلاش و پرکار هستن، الله سبحانه و تعالی حفظشون کنه. سلام علیکم، بفرمید. بیننده گرامی لطفا صدای تلویزیون رو ببندید. سلام علیکم، بفرمید. سلامت باشید برادر. است آقای این زمانی که اینا میگن که میاد ما انشاءالله به زور میاریمش، غصه نخورید. من میگم به جای امام زمان اینا بره قرآن نگاه کنن، چرا امام زمان امام زمان میکنه؟ درست، تشکر شما برادر. روز قیامت که آتش جهنم باید بسوزه. تشکر از شما، الله متعالفتون کنه. این مشرکا خدا زنده باشید، خدا نگهدارت. بله سلام علیکم، بفرمایید. سلام باشید. سلامت باشید. برنامه وصال، برنامه آن روی سکه در شبکه وصال، وصال حق. خسته باشید. سلامت باشید برادر. آقای انصاری؟ انصاری هستم، بفرمید. خستم باشیم، ما از اهواز زنگ میزنیم و با شاه خستم. از اهواز، بفرمید برادر عزیز. آقا ما حقیقتش خیلی دوستتون داریم، اینجا ماشاءالله طرفدار خیلی زیاد داریم. الحمدلله، لطف الله سبحانه و تعالی است. بعد ما در خدمتیم، حقیقتش هم خیال دارم با اتون صحبت میکنم، نمیدونم چی بهتون بگم، از خوشحالی البته. خیلی وقت خیلی داریم بهتون زنگ میزنم، نمیتونم به قول معروف باهاتون صحبت بکنم. الله متعال افستون کنه، شما و همه موحدین اهواز. من خیلی خوشحال هستم که الحمدلله توحید و یکتاپرستی در بین ملت شریف اهواز به سرعت وسیع داره منتشر میشه. حقیقتش ما تقریبا 3-4 ساله که مذهب تشیع ول کردیم، البته به لطف رحمت خداوند با برنامه خودتون هم. الله اکبر، الله اکبر، الله متعالفتون کنه. ما در خدمت آقای انصاری، حقیقتش زنگی که میزنیم اینجا یه وضعیتی هست که به قول معروف به زور میتونیم بهتون زنگ بزنیم، چون وضعیتمون خیلی خیلی خطر داره. میدونم میدونم، الله متعال شما رو و همه موحدین اهواز رو حفظ بکنه برادر عزیز. انشالله. آقا ما در خدمتیم آقای انصار، سلامت باشید. سلامت باشید، التماس دعا برادر عزیز. خدا نگهدارتون. خدا نگهدارتون. سلام علیکم، بفرمایید. بله سلام علیکم، بفرمایید. بیننده گرامی بفرمایید. الو. بله بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله، بفرمایید. سلام علیکم و برکات. علیکم السلام و رحمت الله و برکات. بله بفرمایید. بیننده گرامی بفرمایید. الو سلام. علیکم السلام و رحمت الله.
خسته نباشید، یه سوال داشتم. سلامت باشید. نظرتون در مورد کلیپایی که پخش کردیم از این آخوندا رو بفرمایید، بعد از انشاءالله سوالتون هم پاسخ میدیم. اگر سوال شرعی دارید میتونید به برنامه پرسش و پاسخ روزهای دوشنبه زنگ بزنید. نه خیر، من سوال راجع به اصل اسلام داشتم. شما خوب میشه خودتون رو معرفی کنید؟ من مهدی از تهران، لیسانس مهندس مکانیک. بفرمایید آقا مهدی. من چیزی که خودم تحقیق کردم راجع به اسلام، یعنی چندین سال دارم راجع به اسلام و ادیان تحقیق میکنم، چیزی که قطع بین همه مبحثین اینه که پیامبر اسلام تو مکه وقتی 13 سال دعوت کردن، حدود 40 نفر رو تونستن به دین اسلام بیارن، ولی بعدش با جنگ و با کشتار اونها و همچه تو عربستان رو مسلمان کردن. بعد از اینم که ایشون فوت کرد، همه عربا که با شمشیر مسلمان شده بود مرتد شدن، همچنین دی کشور ما رو هم با شمشیر مسلمان کردن. من میخواستم ببینم این آیا دین خدا، دینی خدایی که باید محبت باشه، عشق باشه و به راه با مهربانی و با دعوت باشه، آیا دین خدا صحیحه که با شمشیر و کشتار پخش بشه؟ همچنین یه حدیثی هم هست که خود حضرت محمد باعث تو به سید. آقا مهدی. بله. شما وقتی که تحقیق کردین، مصادر تحقیق شما چی بوده؟ من کتابای زیادی رو مثلا یکی از این کتابا رو بگید. مثلا تاریخ طبری، مقاضی واقدی، سیره ابن هشام، فتوح البلدان بلازری. اینا که کتابای تاریخه عزیزم، اینا کتابای تاریخه. یعنی شما وقتی که میخواید در کدوم عقل و منطق بشری، وقتی که شما میخواید در مورد یک دینی تحقیق بکنید، باید برید. این راجب تاریخ دین. عزیزم مهدی جان شما در کدوم دانشگاه، در کدوم عقل، در کدوم منطق دیدید که وقتی بخوان در مورد دینی تحقیق بکنن برن سراغ کتابای تاریخ؟ من راجب تاریخ اسلام اینا رو خوندم، نه راجب عقاید. شما ببین الان شما الان حکم کردید در مورد اسلام و پیامبر اسلام از چی؟ از مصادر تاریخی. آیا میشه که با خواندن تاریخ میشه با خواندن تاریخ حکم کرد در مورد یک دین؟ به طور مثال ما الان در تاریخ گذشته رو کار نداریم، همین تاریخ معاصر خودمون 100 سال گذشته، 200 سال گذشته رو بگیرید. در 200 سال گذشته بیش از 120 چند میلیون انسان کشته شدن. چند درصد اینا به دست مسلمان ها کشته شدن؟ آقا مهدی؟ نمیدونم. جنگ جهانی اول وقتی که کشورهایی که اومدن کشتن انسان ها رو، اینها مسلمان بودن یا مسیحی بودن؟ انگلستان، فرانسه، بلژیک، آمریکا، روسیه، اینها مسلمان بودن یا مسیحی بودن؟ جواب بدید. نه آقا مهدی در جنگ جهانی دوم، اینایی که بمب اتم ریختن در هیروشیما و ناکازاکی، اینایی که قتل عام کردن در کشورهای مانند یوگسلاوی و در بوسنی و در اینها مسلمان بودن یا مسیحی بودن؟ اینا مسیحی بودن ولی اعمالشون به پای مسیحیت نوشته نمیشه. ولی چطور از مسلمان ها به پای اسلام و پیامبر اسلام نوشته میشه، از مسیحی ها به پای عیسی علیه السلام نوشته نمیشه؟ در حالی که در تورات و انجیل گفته که من برای کشتن اومدم، من برای ذبح کردن اومدم. نه، میدونید چرا نوشته نمیشه مال مسیحی ها؟ این دلیل داره. دلیلش ببینید، دلیل اینه که یه اصلی ما داریم، وقتی یه پیرو دین که خودشو منتطرف میکنه به یک مذهبی،
یه عملی رو انجام بده که عمل درستی نباشه، این به پای اون دین نوشته نمیشه. در اصلش رو میگم فقط در یک حالت نوشته میشه، اونم اینه که اون عملی رو که اون شخص داره انجام میده، اون منصوب به یک دین داره انجام میده، از روی نوشتجات و دستورای اون دین باشه. الان آفرین آفرین مهدی جان آفرین، ما الان اومدیم از روی نوشتجات و دستورات دین. در کجای دین مبین اسلام گفته که شما برید انسانهای بیگناه رو بکشید؟ یک دلیل از قرآن بیار برای من. گفته بسیار گفت نگفته انسانهای بیگناه. یکیش دلیل بیارم بسیار. آه یک دلیل از قرآن بیارید. آیا الان پیامبر اسلام، من یک حدیث میارم یه آیه میارم، حدیث میگه عمر از صحیح‌ترین کتاب شما صحیح بخاری، میگه عمر تو ان اقاتل الناس حتی یشهدوا ان لا اله الا الله و انی رسول الله. این یه حدیث دیگه میگه بوستو بسیف و جوهل رزقی تحت ظل رمحی، من با شمشیر مبعوث شدم و رزق من زیر سایه نیزه هم قرار داده شده. هر دو حدیث هم صحیحه. این حدیث حالا آیه میارم، سوره توبه آیه 5، فقتل المشرکین حیث و وجدتموهم. خب بازم بیارم، حدیث زیاده. من الان شما ببینید این احادیثی که ذکر کردید، این احادیثی که ذکر کردید در مورد کسانی هست که صد راه دعوت انسانها به سوی توحید و یکتاپرستی واقع میشن. انسانهایی که مثلا مسلمانها میخوان دعوت بکنن اهل فارس رو مثلا برای توحید و یکتاپرستی، چون انسان آزاد آفریده شده. گوش کن آقا مهدی، گوش کن. انسان آزاد آفریده شده، هر دین، هر اعتقاد، هر چیزی که انسان خودش به قناعت خودش انتخاب میکنه در این آزاده. چرا؟ الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم میگه که لا اکراه فی الدین، هیچ اکراه و اجباری نیست در دین. اما وقتی یک حکومتی، الان جنگ، حمله به ایران، جنگ مسلمان ها با ملت ایران بود یا با حکومت ایران بود؟ هیچ عاقلی نمیگه با ملت ایران بود، با حکومت ایران بود. حکومتی که ملت رو برده خودش قرار داده بود، نمیذاش که سخن حق به گوش این ملت برسه. به خاطر این رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم میفهمن امرت ان اقاتل الناس. کدوم ناس؟ اونایی که صد راه توحید و یکتاپرستی واقع میشن. ببین شما وقتی که حکم میکنید، من گفتم که وقتی که حکم میکنید در مورد دین، مثلا سوره ممتحنه در این آیه، الان به صفحه تلویزیون نگاه بکنید، الله سبحانه و تعالی در سوره ممتحنه آیه 8 میگه که لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين. الله شما را از نیکی کردن و رعایت عدالت نسبت به کسانی که در امر دین با شما نجنگیده اند و شما را از دیارتان بیرون نکردن نهی نمی کند، بیگمان الله عدالت پیشگان را دوست دارد. وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم پیام فرستادن به پادشاه ایران و او را دعوت کردن، مجرد پیام بود، دعوتش کردن به سوی توحید و یکتاپرستی، نه تنها نامه پیامبر را پاره کرد، بلکه به حاکم خودش در یمن، به فرماندارش در یمن دستور داد که برو سر محمد صلی الله علیه و سلم رو ببرو بیار برای من. که چطور یک عرب نمیدونم سوسمارخور بیابانگرد، اصطلاحاتی که تا هنوزم طرفداران اونها استعمال میکنن، جرأت کرده که به پادشاه ایران نامه بنویسه، منو دعوت بکنه به اسلام، و چون ملت ایران رو، بشر رو در اینجا، دین مبین اسلام میخواست از عبودیت، از بندگی انسانها نجات بده، به بندگی الله سبحانه و تعالی برسانه، و حکومت ایران صد راه این دعوت واقع شد، الله سبحانه و تعالی در اینجا امر میکنه که باید با اینا جنگید، چون اگر شما نجنگید با اینا، اینا با شما میجنگن. متوجه شدید الان؟ بله درست. غیر از این من صحبتی نه، فقط صحبت یه دقیقه تموم میکنم حرفم دیگه مدتم بفرمید.
شما گفتین جنگ اسلام با حکومت ها و با ظالمینه و ملت ایران که زیر ظلم ساسانی ها بود. حالا ملت ایران شاید حکومت ساسانی بهشون ظلم میکرد که شاید هم نه حتما هم میکرد، ولی این ملت در آخر هم عاقبتی جز این که از یک حکومت ظالم به یک حکومت ظالم دیگه برن نداشتن. اولش موالی نبودن، آزاد بودن، بعد موالی هم شدن. این از این آقا مهدی، آقا مهدی این از این آقا مهدی این از این همین این شما رو من جواب بدم. ملت ایران تقریبا 900 سال در عزت و شرف و سربلندی در سایه اسلام زندگی کردند. شما را به خدا اگر با چشم بصیرت و حقیقت ببینید شعرای بزرگی که ما داریم قبل از اسلام است در ایران یا بعد از اسلام؟ حافظ و سعدی و فردوسی و جامی و اینها قبل از اسلام است یا بعد از اسلام؟ ابو ریحان بیرونی و نمیدونم ابن سینا و این همه علمای شیمی و فیزیک و ریاضی و زبان، اینها قبل از اسلام است یا بعد از اسلام؟ ثانیاً ما بزرگترین علمای دین مبین اسلام، محمد ابن اسماعیل بخاری، امام مسلم نیشابوری، ابو داوود بلوچ سجستانی، اینها علمای بزرگ دین مبین اسلام، یعنی این اسلامی که امروز در سراسر دنیا وجود داره، من با قوت میتونم بگم بیش از 50% از بزرگترین علما اینها در تخصصات مختلف از تفسیر گرفته تا حدیث و زبان از ایران بودن، از همین سرزمین فارس بودن. آقا مهدی قطع کردید. ببین برادر گرامی، قطع کردن روش خوب نیست، یعنی وقتی که شما دارید صحبت میکنید حداقل خداحافظی بکنید، تلفنتون رو قطع بکنید برید. چه افتخاراتی داشتید شما قبل از اسلام، هر چه افتخاراتی که امروز دارید، همون قومگراهای شما، همون ملحدین شما، همون رافضی های شما، همون نمیدونم گمراه های شما و همون مؤمنین و موحدین شما که بهش افتخار میکنن، همه بعد از اسلام است. قبل از اسلام چی داشتیم؟ چرا نباید که واقع بین باشیم؟ چرا نباید از عقل و منطقمون استفاده بکنیم؟ در 23 سال دعوت رسول الله صلی الله علیه و سلم، کسانی که از عدالت بدورید، آقا مهدی شما انشالله شما انسان عادل هستید، برید تحقیق بکنید، وقتی تحقیق میکنید برید در قرآن، در سنت تحقیق بکنید، برید تفاسیر و شروح احادیث رو بخونید، همینطوری خودتون قاضی و خودتون وکیل و خودتون متهم و همه چیز خودتون نباشید. کسی که یک طرف به قاضی بره حتما پیروز برمیگرده. در 23 سال دعوت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، در 23 سال دعوت رسول الله صلی الله علیه و سلم، تعداد کسانی که کشته شدن از 1000 نفر تجاوز نمی کنن. نمونه بیارید در کدوم دین و مذهب این است؟ این است حقیقت اسلام. در 23 سال تعداد کشته شدگان از 1000 نفر هم تجاوز نمی کردن. اما من این سایت مسلمان ها نیست، احمد جان نشون بده، سایت خودشون است. تروریسم در دین ها، کدوم دین دین تروریسم است؟ کدوم دین دین آدم کشی است؟ مسلمان ها اگر کاری در ایران انجام دادن، در افغانستان انجام دادن، در هر گوشه، طالبان کاری کردن، حزب الله کاری کرد، نمیدونم فلان کاری کرد، همه به پای اسلام نوشته میشه. کجای اسلام گفته این کارو بکنید؟ اما جالبه که در جنگ هایی که صورت گرفته یک آمارگیری کردن، 102 میلیون کشته. احمد جان نشون بده این تصویر رو. در بین 102 میلیون کشته در جنگ جهانی، این قسمت آبی رو میبینید؟ اینها به دست مسیحی ها کشته شدن. کشورهای مسیحی اروپایی.
همه جنگ هایی که رفتن با صلیب رفتن، نشاندنده چی است؟ که این جنگ جنگ مذهبی است. بوش نگفت، گفت که جنگ افغانستان، حمله به افغانستان یک جنگ مقدس است، جنگ صلیبی است. جنگ به سوریه، مگر سربازان سوریه رو ندید که صلیب رو میبوسن سوار هواپیما میشن؟ حمله روسیه به سوریه یک جنگ صلیبی است. اونها شما که هزار مرتبه بگید که نه به پای مسیحیت نشسته، به پای مسیحیت نشسته میشه، چرا که اونها ادعا میکنن که مسیحی هستن و این یک جنگ مقدس است که بر علیه اسلام میکنن. در مقابل این کشته هایی که در جان صورت گرفته، فقط این قسمت سرخ، این قسمت سرخ به دست مسلمان ها کشته شدن، بقیه اینا همه به دست مسیحی ها کشته شدن. کدوم مذهب مذهب تروریسم است؟ اسلام یا مسیحیت؟ کدوم دین دین تروریسم است؟ اسلام یا مسیحیت؟ کسانی که میخوان در مورد اسلام مطالعه بکنن، برن از مصادر اسلام، نه از کتابهای تاریخ، و حتی از کتابهای تاریخ هم، از کتابهای تاریخ هم وقتی که میرید مطلبی رو میخونید و حکم میکنید، واقعیت رو بگید. من یقین دارم که در حکومتهای اسلامی که واقعا 50% هم حکم قرآن و سنت حاکم بوده، انسانهای بیگناه کشته نشدن. و اونایی که ظالم بودن، مانند یزید که امام حسین کشت، برای یزید مسلمان و غیر مسلمان فرق نمی کرد. مسیحی و یهود و ایرانی و عرب و عجم فرق نمی کرد. نوه پیامبر صلی الله علیه وسلم در دوران او کشته شد. یا بعضی از حکومت هایی که می گفتن ما حکومت اسلامی هستیم، مثل جمهوری اسلامی ایران، جمهوری اسلامی افغانستان، جمهوری اسلامی پاکستان، کدوم اسلام؟ کدوم اسلام؟ 40 کشور خارجی اومده در افغانستان حکومت میکنه، اسم مملکت است جمهوری اسلامی افغانستان. بله، سلام علیکم، بفرمید. سلام علیکم آقای انصاری. علیکم السلام و رحمت الله و برکات. خیلی ممنون از برنامه خوبتون. سلامت باشید. عبدالله هستم از ایران. آقا عبدالله بفرمید. آقای انصاری، شما هر قد ولا و برا دارید و یک عالم مثلا افغانی رو هم نشون دادی که اهل هرات بود که با امریکا و اینا همکاری کرد، در ضمن همکاری روسیه با روافض هم فراموش نمیشه، اما چرا دم از همکاری عربستان با امریکا نمیدنید؟ در عراق امروز دارم مباره میکنم با همکاری هم ائتلاف بین المللی رهبری آمریکا، نوکراش هم شدن عربستان و اردن و اینا، چرا حرف دینا نمیزنید؟ دارن مسلمان ها رو شب روز میکشن. اولا دوست عزیز، من میگم الان جواب شما رو میدم. اولا ولا برا حکمش عام است، خاص یک کشور و یک عالم و یک مذهب یک انسان نیست. حامد، هر کسی که ثابت بشه که بر علیه مسلمان ها با کفار همکاری میکنه، هر کسی که باشه، حکم ولا و برا در موردش نافذ است. میخواد من باشم، شما باشید، مولای خداداد باشه، یا هر کسی که میخواد باشه. این اولا. ثانیا فعلا عربستان سعودی در این بمباران اشتراک نداره. حالا کشورهای دیگری که اشتراک دارن، هرچی که اسلام در موردشون حکم میکنه، ما هیچ حرفی در این مورد نزدیم. ببینید، ما مخاطبین ما مردم تاجیکستان، افغانستان و ایران هستند. به خاطر همین ما و گاهی اوقات اگر مثال میاریم، گاهی اوقات اگر صحبتهایی میکنیم، در مورد این کشورها میکنیم و مسئول بقیه کشورها هم نیستیم. استاد، ما شما رو به عنوان یک دعوتگر مثلا باید شما در همه چیز جانب حق رو بگیرید. جالب حق رو گرفتیم برادر گرامی. شما اگر ندیدید، این تقصیر ما نیست. گوش کنید برادر عزیز، در قضیه مصر و کودتایی که علیه مسلمان ها در مصر صورت گرفت، همه بینندگان ما شاهد هستن که ما از وقتی که مسلمان ها در رابعه جمع شدن تا برنامه شما رو دیدیم استاد.
ما در اون موقعی که همه کشورها همه کشورها بر علیه ملت مصر بودن و کودتاچی ها رو کمک میکردن، ما در اون موقع جانب حق رو گرفتیم و حق عرف حق رو گفتیم و از هیچ کس هم نترسیدیم. درست استاد، ما میگویم اونجا حق رو گفتید، اینجا هم تو سوریه و عراق هم حق رو بگویید. گفتیم حق با اونایی که از آمریکا و هر کس که در سوریه و عراق مسلمان ها رو میکشه، خدا کنه که هر کشوری باشه، هر کس که مسلمان های بیگناه رو در عراق، در سوریه، در فلسطین، در هر کشور، در افغانستان میکشه، لعنت خدا و ملائکه و جن و انس بر او باد و ما به خاطر همکاری که با کفار بر علیه مسلمان ها میکنن اونها رو مسلمان نمیدونیم، هر کسی که است. استاد انصاری، الان آمریکا و روسیه مناطق جنگیشون رو تقسیم کردن. مثلا آمریکا گفته من عراقی ها رو میکشم مسلمان ها رو، و روسیه خبیث هم گفته من سوری ها رو میکشم. حالا من نمیدونم چرا این مسلمان ها وجدان ندارن یا اینکه دینشون برگشتن، چه فرقی داره؟ اون جنگ عراق و افغانستان که چند سال قبل بود آمریکا حمله کرد، علما فتوای جهاد دادن، اما الان که آمریکا حمله کرده و جنگ میکنه، الان علما فتوای حرمت جهاد دادن. من موندم واقعا چرا مسلمان ها اینقدر تغییر کردن تو این چند ساله؟ چی شده که مسلمان ها اینقدر از دینشون غافل شدن، از خون مسلمان غافل شدن؟ خون مسلمان برایشون مهم نیست؟ واقعا آدم گریهش میگیره. هر روز دارن مسلمان ها به دست آمریکا و روسیه کشته میشن، اون وقت علما روی صندلی گرم و نرمشون نشستند و فتوای حرمت جهاد میدن. آقای انصاری، امیدوارم که همیشه موفق باشید و الله متعال روافض را به دست شما و با هدایت کند. و السلام علیکم و رحمت الله. زنده باشید. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بله، سلام علیکم، بفرمید. سلام علیکم، احترامات تقدیم از افغانستان زنده. بفرمید برادر گرامی. فقط من سوال ندارم، من نیتر از برنامه خودتان بسیار زیاد تشکر میکنم. شما واقعا یک مجاهد بزرگ، یک مجاهد کبیر هستید و همه برنامه شما را تقدیم میکنم. واقعا برنامه های آموزنده است. با مثابه یک مدرسه بزرگ در هر خانه که به حساب برنامه شما تقدیم میشه و جای داره. و بسیار زیاد تشکر، خداوند همیشه به حفظ پناهش داشته باشه شما را. زنده باشید، تشکر از شما. خدا نگهدارتون. سلام علیکم، بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکات. خسته نباشی آقای انصاری. سلامت باشید. حمادی هستم، از اهواز تماس میگیرم. بفرمایید برادر عزیز و بزرگوار. یه نکته میخواستم بگم در باره این ملحدین. این ملحدین همیشه از آیات محاربه ایراد میگیرن، انگار که اسلام حق نداره از خودش دفاع کنه. درست. حالا مثلا یعنی تو دنیا هر نظامی حق دفاع از خودشو داره، الا یعنی اسلام بیاد از خودش دفاع کنه، این میشه جرم، این میشه تروریسم، جنایت. خب هر آیه‌ای که نازل میشه شأن نزول داره. این آیات محاربه در زمانی نازل شدن که بر مشرکین و کفار بر مسلمین اعتدا کردن. درست. با مسلمانان جنگیدن و خدا عمل کرده که شما مجاز هستید از خودتون دفاع کنید. بله بله. خیلی مشکلش کجاست؟ درست. حالا وقتی آمریکا یا روسیه میان از خودشون دفاع میکنه، این مشکلی نداره. درست. اما ما مسلمان هم وقتی میخواییم از خودمون دفاع کنیم، مشکل پیش میاد، تروریست میشیم. خسته باشید. سلامت باشید برادر عزیز. ممنون از برنامه، خیلی خوبه. سلامت باشید، تشکر از شما. من یک تعلیقی دارم رو صحبت‌های بیننده قبل از آقای حمادی که از اهواز تماس گرفته بودن، که برادری که گفتن که علما، یکی از همین کسایی که فتوای تحریم جهاد در افغانستان رو میده همین آقای خداداد صالح هست در هرات، و بقیه علمای درباری، نوکرای آمریکا که در افغانستان، در عراق، در دیگر کشورها این فتواها رو دادن. حدیثی هست، گرچه حدیث مشکل داره در رواتش، اما واقعا یکی از، به نظر من یکی از، یعنی
معجزات رسول الله صلی الله علیه و سلم محسوب میشه. این حدیث در کتب سنن اومده. عبدالرحمن ابن زید ابن اسلمش مشکل داره این قسمت این روایت، منتها میگه که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن لا یزال الجهاد حلوان اخضر ما قطر قطر من السماء. جهاد شاداب و سرسبز هست تا وقتی که از آسمان باران میباره، یعنی تا قیامت. در احادیث دیگه شنیدید که رسول الله صلی الله علیه و سلم میگن که تعدادی از امت من مشغول جهاد هستند و قیامت میشه. گفتن در کجا یا رسول الله؟ گفتن در بیت المقدس و اطراف بیت المقدس. یعنی جهاد تا روز قیامت هست. تعدادی از امت رسول الله صلی الله علیه و سلم جهاد میکنن تا روز قیامت. حالا یک نوکر درباری حقوق بگیر آمریکا و غرب بیاد بگه جهاد نیست و فلان نیست، حالا این پاپ سیافوف مفتی آیساف در افغانستان که بگه جهاد نیست، این تأثیری در جهاد نداره. جهاد هست تا روز قیامت هست. این بیغیرت ها که سلاح رو گذاشتن، ناموس خودشون رو به دست کفار دادن و بیل به دست گرفتن، سگهای آمریکایی رو آوردن در خونه و مسجدش بازرسی کردن، اینها کسایی هستن که دین و شرف و عزت و غیرت و ناموس خودشون رو به غرب فروختن. اینها رو ملامت نکنید، اینا نماینده اسلام نیستن. رسول الله صلی الله علیه و سلم میگن که جهاد همینطور سرسبز و شاداب تا وقتی که دنیا زمین و آسمانی است، تا وقتی که باران از آسمان میباره وجود خواهد داشت. و سیأتی علی الناس زمان یقول فیه قراء منهم لیس هذا زمن الجهاد. زمانی میاد که قراء یعنی علما، قاریان قرآن، کتابخوانده هاشون، عالمان دینشون، مولای خداداداشون، سیاف هاشون، اینها میگن که لیس هذا زمن الجهاد، این زمان زمان جهاد نیست. جهاد نکنید، تفنگ بذارید، بیل به دست بگیرید، کشورتون رو آباد بکنید. مراسم ستاره افغان بذارن، ناموس مردم رو حراج بکنن، اما شما صلاتون رو بذارید، بیل به دست بگیرید. این بیل تو سرت بخوره، تو که زمانی که در مقابل روس‌ها جهاد کردید، افغانستان رو ویرانه کردید، به خاطر چی بود؟ به خاطر که کفار اومده بود در افغانستان. چه فرقی بین کافر روسی و کافر آمریکایی است؟ حداقل کافر روسی که به عزت و شرف و ناموس افغان‌ها که دست رازی نکرده بود، اما اینا کردن، عزت و ناموس مردم رو حراج کردن در تلویزیون ها، در کاباره ها، در هتل ها، در کوچه و خیابان. یقول فیه قراء منهم لیس هذا زمن الجهاد. این دوران دوران جهاد نیست، جهاد نکنید. فمن ادرک ذلك الزمان فنعم زمن الجهاد. هر کس که در این زمان زندگی میکنه بدانه که بهترین زمان جهاد اون دوران است. که همین عالم نماها بگن که الان زمان جهاد نیست. صحابه عزت اسلام بود جهاد، یعنی کسانی که همه مجاهد بودن، همه عزت اسلام در جهاد است. حتی میگن که علما میگن که اگر که جهادی نباشه، کفری بالای مسلمان ها حمله نکنه، حاکم اسلامی باید حداقل سال یک مرتبه مسلمان ها رو بگیره، لباس نظامی بپوشن، کالا امروز مثلا در بعضی کشورها به عنوان تمرین نظامی وجود داره، برن در دشت یک روز دو روز در دشت باشن که حداقل اون روح جهاد باشه در بین مسلمان ها. فمن ادرک ذلك الزمان فنعم زمان الجهاد. هر کس که این دوران را درک کرد بهترین دوران جهاد است. قالو یا رسول الله واحد یقول ذلك. صحابه تعجب کردن که انسان شقی و بدبختی وجود داره که بگه یا رسول، ای انسان ها الان زمان جهاد نیست. اصلا امکان داره که جهاد در زندگی مسلمان نباشه؟ اصلا امکان داره که مسلمان مجاهد نباشه؟ اصلا امکان داره که عالم دین جهاد نکنه؟ اینایی که امروز با ماشینای ضد گلوله آیساف و نیروهای آمریکایی از خونه تا دفتر و تا مدرسه و مسجدشون میره، بادیگاردای آمریکایی اطرافشون هست، حقوقشون رو سفیر آمریکا در کابل یا کنسولگری آمریکا در هرات میده یا در دیگر شهرها یا در عراق، در سوریه، در لبنان، در دیگر کشورها. صحابه تعجب کردن
یا رسول الله کسی است که بگه این چیز رو؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن که نعم هستن. این انسان هایی که میگن که زمان زمان جهاد نیست کیا هستن؟ احمد جان ادامه حدیث رو نشون بده. من علیه لعنت الله والملائکه والناس اجمعین، کسانی هستن که لعنت الله و ملائکه و همه انسان ها و همه انسان ها بر اونا هست. هدف از این صحبت ها این نیست که ما دعوت به کشتار و به جنگ و به خونریزی یا طرفداری از فلان گروه. ما در روزی در مورد مسئله صحبت کردیم، پیام ها دوستان فرمودن شما از طالبا طرفداری میکنه. نه، ما از هیچ گروه، حزب، شخص، از هیچ کس طرفداری نمی کنیم. آنچه که واقعیت است ما میگیم، آنچه که در قرآن است ما میگیم، آنچه که در سنت است میگیم. حالا این تطبیق میشه بر سر فلان گروه، فلان حزب، فلان شخص، این به ما ربطی نداره. کسی که میگه زمان زمان جهاد نیست، لعنت خدا و ملائکه و همه انسان ها بر او باد، هر کسی که میخواد باشه. بله، سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شیخ احمد برادر عزیز بفرمایید، شما پشت خط هستید. سلام علیکم، انصاری، خوب هستید؟ سلامی، سلامت باشید برادر عزیز، بفرمایید. خیلی زنگ زدم تا وقت شد. بفرمایید، ما در خدمت شما هستیم. در مورد این مولای افغان کی بود اسمش؟ مولای خداداد صالح. بله، این ها واقعا امین ها هستن که در افغانستان این همه خرافات رو رواز داده؟ بله، متاسفانه. باور کنید قدم به قدم افغانستان از همین هرات گرفته دور تا قندهار میرسه تا اون بودکده بزرگشون کده مزدار، همه شون قدم به قدم یکی قبر زیارت هست. از این ها همین ها باید شدن که این چیزا به وجود بیاد. باور بکنید یک کسی رو مثلا یه جای چاپه میزنن رای امریکایی ها، یک کسی رو به شهادت میرسونن، یه هفته میگذره این رب پر میخکوبیدن و دستمال از این رون و نمیدونن سنگ از رو قبلشون بر میدارن. واقعا شما به جای این که زیادی این آخونده رو مخاطب قرار بدید، شیعه رو یه برنامه مخصوص بذاریم برای مردم افغانستان که از دست این علمای خود فروش به کجا رسوندن ملت افغانستان رو، ملتی که در یک روز 22,000 شهید داد، همون ملت امروز دستشون به قبر از زیارت از و فریاد و خواستن از غیر الله در افغانستان رواج پیدا کرده و بیشترشون دارن شرک می‌ورزن در افغانستان. یک برنامه برای این برنامه قلب آسیا جناب مولانا فضل الرحمن فکرم برنامه میذارن، جناب مولانا مجیب الرحمن انصاری، هنوز نشه میگن مجیب الرحمن انصاری، اینجور برنامه این نگذاشتن که در مورد زیارت ها صحبت بکنن، در مورد این خبر پرستی ها صحبت بکنن. و یک بلایی بود در شبکه شما دیروز پری روز دیرم راجب نوروز داشت صحبت میکرد، واقعا صحبت های جالبی بود و تاثیر داشت. خیلی از تو برنامه تلویزیون دلو دیدم یکی خبرنگار داشت تایید میکرد حرفای عالم رو، میگفت که این نوروز و جشن گرفتن و اینا در اسلام نیست و این تاثیر نداره و در این جای اسلام جایگاه نداره و این یک نقطه ایه که در طول تاریخ اضافه شده و این کار آتش پرستان و در ننگرهار این عرض جا گرفته بود و کسی نرفته بود برای تزویر از نوروز. و واقعا این شبکه شما هست که امروز داره علمای اونجا را تا جای دیدار کرده و حرف حق را دارن میزنن. الحمدلله، شکر از شما. بیشتر از شما میخواهم، خواهش از شما دارم که مخاطبتون بیشتر افغان ها باشن،
با این آخوندها. آخوندها که دیگه الان اینقدر چی شدن مثل آخوند غزوینی که دیگه الان هیچی نداره، فقط داره حرفاشون تکرار میکنن و پایکوبی میکنن همینجا و دور میزنن که دروغشون رو دوباره تکرار کنن. میدونن که اینا دارن دروغ میگن، ملت هم حالا اینا رو شناخته و دارن دروغشون پافشاری میکنن که بتونن یک چند از شیعای نادون و شیعایی که نمیفهمن چیزی رو عرضشون رو بقبولانن و جا پیدا کنن. درست، تشکر از شما برادر عزیز. آقای انصاری یکی سوال دیگه داشتن، پدر جدال معلوم شده کیه طول تاریخ؟ اصلا روایتی داریم در مورد این که پدر جدال کیه؟ پدر کی؟ جدال، جدال که در آخر زمان میاد. دجال باشه. چشم زنده باشید. تشکر از شما. تشکر از شما. در مورد این اگر لطف کنید و انشالله که زنده باشید تا انشالله تعالی حضرت مادی ظهور بکنن و شما هم با تک تک این آخونده رو برو بشید و بهشون بگید که امام زمانتون کیه. آمین آمین آمین. تشکر از شما برادر عزیز. شکر شما. سلامت باشید. الله متلستن کنه. خدا نگهدارتون. واقعا لازمه که در مورد اینها، در مورد شناساندن چهره های اینها برنامه هایی باشه که این برمیگرده به مسئولین برنامه قلب آسیا که انشاءالله در این مورد تصمیم خواهند گرفت. نکته در مورد سیاف یادم اومد، در دوران جهاد اون موقعی که در پیشاور بودن اینا، کتابی نوشته بود به نام اخیل مسلم در مورد ولا و برا و در مورد مسائل جهاد و این چیزا. در این کتاب میگه که اگر دیدید که روزی دست من به دست ظاهرشاه خورد یا دست من به دست آمریکایی‌ها خورد، بفهمید که سیاف از دو حالت خارج نیست، یا دیوونه شده یا منافق شده. امروز هم دستش به دست ظاهرشاه خورد، هم دستش به دست آمریکایی‌ها خورد. شما خودتون از این دو گزینه هر کدومشی که دوست دارید انتخاب بکنید. اون موقعی که بازار جهاد گرم بود و عرب‌ها بودن و پول بود و ریال بود و درهم و دینار از کشورهای خلیج سرازیر میشد برای مجاهدین، برای مجاهدین واقعی، برای اون بیوه‌زنا، برای اون یتیمایی که در کمپ‌ها در اونجا زندگی می‌کردن، آب خوردن نداشتن، در زیر خیمه‌ها زندگی می‌کردن، همین دزدان سرگردنه از حق اون بیچارا میخوردن، برای خودشون قصر ساخته بودن. همون روز مدح و ستایش عرب‌ها رو میکردن و از دم از سلفیت و نمیدونم توحید و این حرفا میزدن. وقتی کمک ها از این طرف قطع شد، قبلشون عوض شد، خداشون عوض شد. خداشون قبلا عرب‌ها بود، خدای سیاف و امثال سیاف، خدای اینا شد بوش، کنفرانس بن، آیساف، خدای جدیدشون، خدایی که دلارش سه برابر ریال ارزش داره، سه و نیم برابر ریال ارزش داره، به خاطر همین قبلشون عوض کردن. اینها اینطوری هن، باید این حقیقت ها گفته بشه به ملت افغانستان. اما متاسفانه امروز عده از علمای ما هم هستن که مجامله میکنن با سیاستمدارا، مجامله میکنن با حکومت ها، مجامله میکنن با پولدارا، مجامله میکنن با سلاح به دست ها، مجامله میکنن. همین مجاملات بود که ملت رو به خاک ذلت نشاند. همینا بودن که به خاطر پول، به خاطر منصب، به خاطر کرسی جهاد رو فروختن، دین و ایمانشون رو فروختن، ملتشون رو فروختن. بله، سلام علیکم، بفرمایید. بیننده گرامی بفرمایید. سلام علیکم آقای انصاری. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. عبدالله هستم، ببخشید دوباره مزاحمتتون میشم. عبدالله برادر گرامی بفرمایید. ببخشید، من چون از علمای افغانستان اسپوردید، من پیشنهاد دارم اگه قبول کنید از سخنرانی های مولوی ابو عبیدالله متوکل میشه پخش کنید در شبکتون، چون خیلی پخش میشه برادر عزیز. اتفاقا سخنرانی ایشون جزء من خیلی کم دیدم، چون من همیشه شبکه وصال حق رو نگاه میکنم.
اما خیلی میدونید تعداد سخنرانی های علما، تعداد سخنرانی های علما که دوستان ما آماده کردن، چون ما این سخنرانی ها رو دقیق دوستانمون در بخش علمی شبکه علما مراقبت میکنن، میبینن این روایت های ضعیفی اشتباهاتی نباشه، همینا چک میکنن، تقریبا حدود 1000 کلیپ ما از علمای مختلف کشورهای افغانستان و ایران و تاجیکستان پخش میکنیم. بله، پیشنهاد دارم که از سخنرانی های مولوی ابو عبیدالله متوکل بیاد پخش کنیم. چشم، حتما حتما برادرانمون پیشنهاد شما رو شنیدن، تشکر از شما. عزیزان یک کلیپی پخش بکنیم، یک کمی بخندید. گاو سخنگو، کلیپ شماره 806. این کلیپ رو با هم ببینیم و دوباره برمیگردیم خدمت شما عزیزان. گاو سخنگو، گاو سخنگو. اینه که شما فرمودی معجزه فقط فکر کنم پیامبرا هستن که انبیا هستن معجزه دارن، اونم به دست چیزی به اختیار خودشون نیست، اونم خودت میدونی یه بهره ای که خدا به انبیا میده. غیر از انبیا آیا بزرگوایی مثل امام علی و امام حسین و این اهل بیت عزیز، اینا شما میفرمایید مثلا معجزه دارن، روایت صحیح در این مورد هست؟ این یکی. دومین سوال من در مورد یه چیزی نشون داده، یه روایتی که اون روایت که در ابو داود که اون از زبان پیغمبر مثلا ابوبکر و عثمان گفتن که ما ایمان آوردیم، اونم برمیگرده به انبیا. اگر این صحیح، این حدیث صحیح باشه که فقط پیغمبر خلاصه تانای این دارن، این علم غیبی دارن که میتونن با حیوانات یا با زبان اونا صحبت کنن، اونم که در چیزی است که به اجازه خدا، غیر از اجازه خدا هیچ کسی نتونسته تعلم بکنه. آیا غیر از این بیا این عزیزانم میتونن به این مسئله، یعنی بتونن با زبان حیوانات صحبت کنن؟ شما فرمودن که معجزه رو فقط انبیا داشتن و اینکه شما فرمودید متوجه شدن و تکلم کردن، خب این مربوط به انبیا بوده، مربوط به امامان و ائمه نبوده، و خب معجزه چون منحصر به اونهاست ما نمیتونیم از این مثلا معجزه ای رو برای اینکه اهل بیت هم میفهمن زبان حیوانات رو یا زبان های غیر عربی رو بتونیم اثبات بکنیم. ببینید، من بیننده از اون ظاهرا دقت به جواب های ما نکردم. ما یک روایتی نمایش دادیم از کتاب صحیح بخاری که حتی مردم صحبت گاو و به قول معروف گرگ رو فهمیدن و این رو ما نمایش دادیم. ببینید، من بار دیگر نمایش دادم. آیا اینا پیامبر بودن همشون؟ شما نگاه کنید این عبارت رو میگه. یه روز رسول خدا نماز صبح میخوندن، بعد رو به مردم کردن، در این بین یک مردی یک گاوی خریده بود و سوار بر اون شده بود و اونو میزد. این گاو گفت آقا من برای این کار خلق نشدم، من برای به قول معروف چی خلق شدم؟ کشاورزی. بعد فقال الناس سبحان الله بقرتون تکلم. چطور شد؟ آیا اینا مردم انبیا بودن که گفتن سبحان الله بقرتون تکلم؟ اگر نفهمیدن چگونه گفتن؟ بله، صحبت کرده. اگر نفهمیدن چی فهمیدن؟ گاو داره حرف میزنه، فهم کردن صدای خودش رو در میاره دیگه اون حیوان. بله دیگه، نهایتش اینه که آقا مثلا میگن آقا مثلا داره صدای خودش رو در میاره. بله، اون هم که از حیوانات که دور نبودن، حیوانات رو بالاخره در خونه هاشون داشتن، خبر داشتن. خب این یک نمونه. این آخوند برای این که بگوید امامان شیعه زبان حیوانات را می فهمند، متوسل به روایتی از امام بخاری می شود که در آنجا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم از سخن گفتن گاوی خبر می دهد و از آنجایی که بیننده مخالفی این مسئله را ویژه رسول الله صلی الله علیه و سلم می داند، آخوند روستایی برای بیرون رفت از این منجلاب روایت صحیح بخاری را با تحریف و تلبیس خلاف مراد تفسیر می کند و می خواهد این گونه به بینندگان بفهماند که همه مردم سخن آن گاو را فهمیدند و چون همه مردم سخن گاو را فهمیدند، پس امامان به طریق اولا سخن حیوانات را می فهمند. اما روایت امام بخاری چیست؟ عن ابی هریره رضی الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه الصبح ف
ثم أقبل على الناس فقال: بين رجل يسوق بقرة إذ ركبها فضربها، فقالت: إنا لم نخلق لهذا، إنما خلقنا للحرث. سبحان الله، بقرة تكلم؟ فقال: فإني أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر وما هما ثم. ابو هريره رضی الله عنه نقل می کند که روزی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نماز صبح را امامت نمودند، سپس روی به مردم کرده و فرمودند: مردی گاوی را میراند، سپس بر او سوار شد و مورد ضرب و شتم قرار داد تا سریع‌تر برود. آن گاو گفت: ما برای این کار آفریده نشده ایم، بلکه برای شخم زدن آفریده شده ایم. صحابه گفتند: سبحان الله، گاوی سخن می گوید؟ پیامبر فرمود: من به این امر ایمان دارم و ابوبکر و عمر نیز به آن ایمان دارند، در حالی که ابوبکر و عمر در محفل حاضر نبودند. جناب آخوند روستایی، در کجای روایت آمده است که مردم زبان گاو را فهمیدند؟ آنچه در روایت آمده این است که صحابه موجود در مسجد پس از شنیدن این حکایت از زبان رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند: سبحان الله، گاوی سخن میگوید. این جمله بیانگر تعجب شنوندگان سخنان رسول الله صلی الله علیه و سلم است و نه اینکه آنان در کنار گاو بودند و کلام او را شنیده و فهمیدند. جناب آخوند روستایی، شما صحبت آدمیان را درست نمی‌فهمید و بعد مدعی می‌شوید که همه مردم صحبت گاو را فهمیدند. حال طبق ادعایتان یا باید اعتراف نمایید که شما هم یک گاو سخنگو تشریف دارید که کلام انسانها را نمی فهمید، و یا اینکه صحابه‌ای که شما آنان را کافر و مرتد می دانید از اولیای الهی بودند و صاحب کرامات که حتی سخن گاو را هم می فهمیدند. انتخاب با شما. گاو سخنگو. یک آخوندی انداخت که یک صحبت های عجیب غریبی میکرد، کلیپش رو با هم ببینیم. خصوصیاتش که در بحث خزان العلم مطرحه اینه که امام تمام لغات حیوانات را میداند، امام زبان تمام موجودات روی زمین را میداند، باید هم بداند، و الا اگر امام نیاز به مترجم داشته باشه اون مترجم از امام اعلم میشه و معنا نداره مأموم از امام اعلم میشه. بله، اینم کفش جدید، ببخشید کشف جدید، این آقای قزوینی از بس کفشیات کرده ما سر زمان اون کفشیات ایشون میاد. امام دیگه نتونستن از قرآن و از کتاب ها و حالا دیگه چسبیدن به جان حیوانات بی زبان. حالا شما گاو و گوساله و سگ و گربه و اینا رو بیار و از طریق اینها ثابت بکن که بله ائمه و خاصن امام زمان که فعلا حی و حاضر و ناظر هستن و در این چراگاه ها و در جنگل ها هم که سیر و سیاحت دارن زبان حیوانات رو هم میفهمن. یک روزی بشه که یه 200-300 تا حیوان وحشی و اهلی بیارن و اینا شهادت بدن که بله امامتی وجود داره و امام زمانی وجود داره. واقعا مذهب خندداریه. یک کلیپ دیگری هم دارم که خدمتتون نشون بدم امشب، کلیپ خیلی جالبیه. دقت بکنید در حرفهای این آخوند و ببینید که میزان گمراهی اینا تا چه حدی است. با هم ببینیم اینا. سیدی در تهران گفتش که اسد محمد حولینا بوده، بازاری بوده، امام حسین دوست داشته، گفت خوابش رو دیدم صدای یا حسین ممت. بعد من فرمود که اسد محمد شم سید، اسد محمد اینا صدای یا حسین ملائکه آسمان اوله.
صدای یا حسین ملائکه آسمان دوم رو تو طاقت نداری بشنوی. ملائکه آسمان اول که علی عزب الله همه مشرک شدن، اونایی که در آسمان دوم و سوم هستن اونا هم مشرک شدن. حالا بید که حتی به ذات اقدس الهی هم میرسه. الله المستعان. لذا آسمان دوم یا امام حسینی تر از آسمان اولی ها هستن، آسمان سوم یا امام حسینی تر از دومی ها هستن. هرچی مراتب خلقت وجود بهره از وجود پر رنگ تر میشه، امام حسینی تر هستند، اهل بیتی تر هستند، برو تا خدا. لذا ما امام حسینی تر از خدا کسی نیست، امیر المؤمنی تر از خدا کسی تو عالم نیست، فاطمی تر از خدا کسی نیست، زینبی تر از خدا کسی نیست. الله المستعان. همینطوری برو بالا از ملائکه آسمان گرفته تا خدا، همه میگن یا حسین. ببینید وقتی که اون مثالهای توحیدی قرآن رو خدمتون عرض کردم، اینها که گمراه شدن دیگه الله سبحانه و تعالی اینها رو غرق میکنه در این منجلاب. هرچی بیشتر دست و پا بزنن، مثل باطلاقی که هرچی بیشتر طرف دست و پا بزنه که خودش خارج کنه فرو میره، اینها همینطوری در شرک و گمراهی فرو رفتن و روز به روز داره این مدل جدیدش، یعنی این کفرگویی رو باور کنید که من تصورش هم نمی کردم یک روزی دوستان ما بتونن از شبکه‌های اینها ضبط بکنن. کلمات دیگری رو بشنوید. علی گوییم که داور هم علی گوید. به به آقا این دو بیت شعر به عالمی میارزه. نه تنها ما علی گوییم که داور هم علی گوید، به هر جایی که درماند پیامبر هم علی گوید. این علی گویدشو همه تون بگید امشب. به این عالم علی گفتم، به محشر هم علی گوید، سادات منو ببخشید به هر رنج و بلا، زهرای اطهر علی گوید، به هر رنج و بلا زهرای ادر علی گوید. اما نگاه کردید دست علیش بسته است، علی رو صدا نزد. آخه فاطمه در عمرش علی رو خجالت زده نکرده که صدا زد یا ابتا یا رسول الله. وقتی دید پیغمبر جوابشون نداد، فرمود یا فزت و قد خزینی، فز به دادم بره از محسلم و کشده. یه دفعه دیدن بین در و دیوار اون مادر مظلومه، گرفت دارا مشکل دارا، هی صدا میزنه یا مهدی. پروردگارا فرج آقامون مقرر بفرما. بین الهی آمین. این آقا امام زمان بیاد، اولین کسایی که گردن میزنه همین مشرکین خواهند بود و اولین کسایی که در صف جنگ با حضرت مهدی قرار خواهند گرفتن همین آخوندا خواهند بود. الله هم علی میگه، اون یکیش میگفت الله حسین میگه، این میگه الله علی میگه. من نمیدونم اینها چه تصور میکنن پروردگار متعال رو.
الله المستعان. سلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید. بیننده گرامی بفرمایید. سلام علیکم. سلام علیکم، شب شما بخیر، خسته نمیشید. سلامت باشید. خودتون رو معرفی کنید، از کجا زنگ میزنید؟ جواد هستم، از خراسان زنگ. آقا جواد بفرمایید. در برنامه هفته پیش شما اینطوری آقای به نام حسین تماس گرفتن، خودشون رو اهل تشنن معرفی کردن، یک سوال ازشون پرسیدید نتونست جواب بده. ما شیعه هدایت یافته هستم، سوال برای منم اگه ممکنه توضیح بدیم که پرسیدین احکام دین در نزد اهل سنت، ما به علمای اهل سنت دسترسی نداریم، اگه ما بد کنه نمیبریم ما توضیح بده. بله، چشم اطمان انشاءالله. ممنون، سلام شما در نکنه، خدا نگهدار. خدا. سلام علیکم، بفرمید. بله سلام جناب آقای انصاری. علیکم السلام و رحمت الله و برکات. برقرار باشی. اولا از این که راهنمایی میکنید تشکر از این میکنید، امیدوارم که در هر دو دنیا سود ببری، بهره مند. خودتون رو معرفی کنید، از کجا زنگ میزنید؟ بنده امیر هستم از شیراز. آقای امین از شیراز؟ بله، امیر. امیر، امیر، آقا امیر بفرمایید. بله. در خدمتیم. در مورد کلیپ هایی که پخش شد آقا امیر، اگر لطف کنید صحبت کنید. کلیپ هایی که نگاه کردم، خب در هر صورت ببین، چند دقیقه پیش شخصی به نام مهدی با شما تماس گرفت و ایشون چند روز قبل هم دیدم در بقیه کانال ها صحبت میکرد. من در اونجا مثلا با آقای امیر چیز بود شوکی کنم صحبت بگرد، نگاه من اصلا پیامبر قبول ندارم. اما این بار اومد با شما صحبت کرد و کم کم اول اومد خیلی عاقلانه صحبت کرد و بعد آخرش اول به پیامبر گفت قبول ندارم، بعد یه گفت که این اشتیعیان شدن وهابی. اینطور افراد رو بهتر همون اول بحث دور کنید، چون در جمع داره به اسلام میزنه، نه به شیعه و نه به سنی، به هر دو داره میزنه. اینطوریه. تشکر از نظر شما. و در رابطه با کلیپ که میگه، خب کلیپ در هر صورت فقط کار انبیاست، برای لحظه محدود، ساعتی محدود به صورت غیب میدونن به دستور خداوند الله در یه محدوده خاص به طور دائم بگن. اگر بله، اگر پیامبر اسلام غیب رو میدونست، برای خودش همه چیز برای ملتش مردم جمع میکرد، از جنگ ها با خبر میشد که در جنگ آینده چی میشد، ولی اینا کار خداست. پس غیب فقط مخصوص به الله هست. درست. و شما بهتر مدرد بخوام فقط در راه کارهای توحیدی هرچی به پیش برید، بهتر به بندگان خدا، به مسلمان ها دارید خدمت میکنید. چشم، حتما ما به خدمت شما هستم. آقای انصاری زنده باشید. تشکر از تماس. الله متعالی حفظتون کنه. برقرار باشید شما. خدا نگهدارتون باشه. خدا حافظ شما. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم، خسته نباشین قربان. سلامت باشید. خواستم آقای انصاری صحبت کنم. میشه خودتون رو معرفی کنید، از کجا زنگ میزنید؟ امید هستم از ایران قربان. آقا امید بفرمید. خودتون هستن آقای انصاری؟ بله خودم هستم، بفرمید. آقای انصاری ببخشید مزاحم شدم، من یه سوال شرعی داشتم، البته بنده مسلمان نیستم، ولی میخواستم این مسئله رو که الان در مورد اسلام تحقیق میکنم، میخواستم این مسئله رو بدونم در قرآن حکمش چیه. عرض خدمت عالی، میخواستم بدونم که فساد خونه ها در قرآن، در دین اسلام چه حکمی داره؟ یعنی اسلام اونا رو به زور جمع‌آوری میکنه یا مثلا کشورهای دیگه یا عربستان یا کشورهای دیگه آزاد هستن، فقط در کشورهای در شرایط مذهبی جلوشون رو میگیرن؟ این حکمش چیه در حکومت اسلامی؟ کی به شما گفته که در عربستان فقط در شرایط مذهبی جلوشون میگیره؟ من همچین چیزی شنیدم. خب شما اشتباه شنیدید. شما اشتباه شنیدید. خب حکمش چیه در دین اسلام؟ در دین اسلام، در دین اسلام اصلا فاحشه خانه نیست. در دین اسلام
یعنی شما بگید که یک مراکزی اختصاص بدن که فاحشه‌ها رو در اونجا جمع بکنن و در اونجا به سلام مثل شیعیان بیان یک آخوندی رو بذارن و بعد یک عقد موقت بخونه و برای 2 ساعت و 6 ساعت و 10 ساعت و 12 ساعت و 24 ساعت و 1 روز تا یک ماه تا یک سال صیغه بکنن، این چیزا در دین مبین اسلام نیست. استاد انصاری اینو بله. شما که خب بذارید من ساعتم تموم بشه برادر عزیز، شارژم کمی میرم کردم، شارژم تموم بشه. خب از تلویزیون بشنوید، از تلویزیون بشنوید، از تلویزیون بشنوید. بفرمایید تا شارژم تموم بشه بفرمایید. بله، اما اینکه اگر مثلا زن فاحشه ای رو در دین مبین اسلام، قضیه زنا، اگر که زن شوهردار باشه یا شوهردار نباشه حکمش فرق میکنه؟ سنگسار شدن، شلاق خوردن، زندان شدن، مراکز اصلاح اجتماعی هست در کشورهایی که مثلا آنان در عربستان سعودی، اگر که چنین اتفاقی بیفته یا زنی در این صورت دستگیر بشه به این مراکز میفرستند، در اونجا یعنی همه امکانات زندگی خوب برای یک زن در اونجا میسر هست و بعد از اینکه اصلاح شد و ادب شد دوباره آزادش میکنن، برمیگرده به جامعه. استاد انصاری ببخشید، من اصلا سوالم این نبود، من میدونم حکمش در اسلام چیه، من میخوام بدونم اجباره، یعنی جمع‌آوریش به این فسادخونه ها اجباره در اسلام یا مثل دین مسیحیت فقط ما تبلیغ میکنیم هر کس دلش خواست میره، هر کس دلش خواست میره مسجد؟ نه در اسلام اینطوری نیست، خیالتون جمع باشه، در اسلام اینطوری نیست. در اسلام اجازه نیست که یک زن بخواد بره آزادانه فساد و فحشا بکنه، کسی میخواد این کار بکنه، نه. اسلام وقتی قبول کردی باید اسلام رو با کمال و تمامش قبول بکنی، این نیست که هرچی که دلت بخواد. اولا گوش کنید آقای محترم، اولا اسلام شما رو مجبور نمی کنه که مسلمان بشی، لا اکراه فی الدین. بعد از اینکه مسلمان شدی، آقای محترم شما صحبت بکنید بعد قطع بکنید که من بتونم صحبت بکنم، اینطوری وسط حرف من بپرید من نمیتونم صحبت کنم. بفرمایید، هر چه دل تنگتون میخواد شما بگید، صحبت های شما که تموم شد تلفن رو قطع بکنید بعد من صحبت کنم. من شبکه های شما و شبکه کلمه و شبکه ولایت رو گوش میدم، میخوام مسلمان بشم. این یعنی من یه قرآن رو تحقیق کردم. متاسفانه چارچشون تموم شد. ببینید، اسلام یک منظومه کامل است، ارکانش، اصولش، مسائل عبادی، اعتقادی، فقهی، همه اینها. وقتی که شما مسلمان میشید باید همه این چیزها رو قبول بکنید. در مورد فسادخانه ها ببینید، در حکومت اسلامی فاحشه خانه وجود نداره، فسادخانه وجود نداره. چرا؟ چون که حکومت اسلامی به شدت با این حالات مبارزه میکنه. هر کسی که بخواد شذوذ جنسی داشته باشه در حکومت اسلامی، در حکومتی که واقعا قانون اسلام در اونجا نافذ باشه، به شدت با او برخورد میشه. چرا؟ چون همه انسان‌ها دارن به یک طرف میرن، یک انسان میخواد که از این جامعه جدا بشه و بقیه رو خراب بکنه. بگن آه این یک حکم خیلی ظالمانه است که شما کسی که زنا کرد میگیرید سنگسارش میکنید، حکم خیلی ظالمانه است کسی که دزدی کرد دستش را قطع میکنید، حکم خیلی ظالمانه است که کسی که فلان کرد گردنشو میزنید، که سرقت مسلحانه به زور وارد خونه کسی شد، مثلا چرا در عربستان گردنشو میزنن، در فلان کشور این کارو میکنن؟ ببینید، یک نفر از پیکر جامعه جدا میشه، یک زن مثلا علیاذ بالله میشه فاحشه، مبتلا میشه به مرض ایدز، این با تعداد زیادی از افراد ارتباط برقرار میکنه، یک سال، دو سال، سه سال با یک مرد ارتباط برقرار کرد، اون مبتلا شد به مرض ایدز، رفت خونه با همسرش همخوابی داشت، همسرش مبتلا به ایدز شد، فرزندانش، همینطور این مرض وبا در جامعه منتشر شد. حالا کدومش بهتره؟ که در یک شهر 1 میلیونی 200-300 هزار نفرش مرض ایدز داشته باشن، بین مرگ و زندگی دست و پنجه نرم بکنن و زندگیشون تبدیل به جهنم بشه، یا یک نفری که میخواد از پیکره جامعه جدا بشه، مردم رو به فساد بکشانه، سنگسارش بکنن، همه رو راحت بکنن؟ یک انسان عاقل و منطقی کدومش براش بهتره؟ من قبلا هم این مثال رو دادم، در عربستان سعودی گردن میزنن کسی که مثلا قتل بکنه. در کل عربستان سعودی من تحدی میکنم، چه موافق هستن مخالف هستن، ببینن که نسبت قتل، نسبت امنیت در بین همه کشورهای دنیا بالاترین نسبت امنیت رو داره. طرف
راحت شب تو خونش میخوابه، از کسی هم نمیترسه. چرا؟ چون هر کسی که بخواد قتل بکنه میدونه کجا شمشیر برانی در انتظارش کرد که اگر آدم کشتی گردنتو میزنن. به طور مثال قبلا هم این مثال دادم، در 23 سال گذشته، تقریبا 24 سال گذشته در مدینه منوره یک یا دو مورد گردن زدن کسایی که قتل کرده بودن. شهر تقریبا 1 میلیونی یا بیشتر مدینه راحت زندگی میکنن به خاطر چی؟ که دو نفر رو در 23 سال گردنشو زدن. اما در تهران چون گردن زدن نیست، یا در بعضی از کشور مثل نیویورک، مثل واشنگتن، مثل کشورها، مثلا در بریتانیا، در کشورهایی که حکم اسلام در اونجا جاری نیست، روزانه آدم میکشن. بالاترین نسبت قتل در دنیا در آمریکاست، به خاطر 10 دلار نفر رو میکشن. طرف دزدی میکنه، دستش رو قطع میکنن. آی ظلم شد، دست طرف رو قطع کردن. کدومش بهتره؟ دست یک دزد قطع بشه، 1 میلیون نفر در یک شهر آرام زندگی بکنن، یا دست یک نفر دزد قطع نشه، 1 میلیون نفر در شهر شب و روز در اضطراب و در استرس باشن به خاطر اینکه والله یک دزدی وجود داره در این شهر؟ حکم اسلام برای آرامش بشریت است. اون کسی که از جمع بشر خارج میشه، کارهای خلاف انجام میده، میخواد آرامش جامعه رو به هم بزنه، اسلام به جای این که بیاد یعنی سبب بشه که یک نفر آرامش همه رو به هم بزنه، میاد یک نفر رو از شرش رو از سر جامعه دور میکنه تا همه در آرامش زندگی بکنن. این از قوانین اسلام. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. وصال فارسی؟ وصال حق، بفرمایید. میخوام با همین آقا صحبت کنم. شما دارید با همین آقا صحبت میکنید؟ آقای انصاری خوب هستین شما؟ الحمدلله. آقای انصاری ما همیشه دعاگو شما هستیم. عمر هستم از افغانستان زنگ میزنم. سلامت باشید. همیشه دعاگو شما هستیم دیگه. کل کارتان نور الان نور است. موی نمیزنه، اما یک قسمت کار شما کمه که ما دلخوره داریم ازش. بفرمید. بفرمید آقای محترم. امید دولت اسلامی را برایش چرا ما چیز میگیم، بد میگیم؟ باشه، در این مورد صحبت میکنم. بله دیگه دعاگوی شما هستیم. شما همیشه مجاهدت میکنین، ما دعاگوی شما هستیم. از میدور براتان دعا میکنیم، آرزو موفقیت میکنیم. آرزو آن روز داریم که همه دنیا را همین تو توحید بگیره، سراسر توحید بگیره، شرک و بدپرستی ها و خرافات ها از مابین الله جل جلاله برداره. آمین آمین آمین. تشکر از شما. تشکر از شما. زنده باشی. خدا حافظ شما. خدا نگهدار شما. خدا نگهدار شما. بله سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. کمی بلندتر صحبت کنید، بفرمایید. محمد هستم از مشهد. بفرمایید برادر گرامی. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. حال انصاری. حال شما خوبه؟ الحمدلله. حال انصاری. بفرمایید. ما منظور از اینکه این چهره شما را آقای ملزاده شده که بله سلام علیکم، بفرمید. الو. سلام علیکم، بفرمید. سلام آقا انصاری، سلامت باشید. خودتون رو معرفی کنید، از کجا زنگ میزنید؟ سلام، خانم محمد هستم از زاهدان تماس میگیرم. بفرمید. سلام، میخواستم عرض کنم خدمت آقای انصاری. سلامت باشید برادر عزیز. خدا خدا نگهدارتون. تشکر از شما، بفرمایید. بله سلام علیکم، بفرمایید. سلام
السلام علیکم. وصال حق. وصال حق بفرمایید. استاد انصاری بفرمایید. استاد انصاری حال شما خوبه؟ سلامت باشید. زنده باشید. دوست عزیز لطفاً صدای تلویزیون رو ببندید، با گوشی تلفن صحبت کنید. بفرمایید. استاد انصاری من از زعدان تماس میگیرم. شما این مشکلات های منطقه رو بررسی میکنید. به نظر من مشکلات های منطقه عزیزانی که تماس میگیرن لطفاً صدای تلویزیونشون رو ببندن و با گوشی تلفن صحبت کنن، اینطوری وقت خودتونم تلف میشه و وقت ما رو هم ضایع میکنید. بله سلام علیکم بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. شب بخیر. شب شما بخیر. عرض میکنم که راجب کلیب ای انصاری انشاءالله صدا من نبندی، طبق معمول عادت وهابیت دیگه. از همین اول شروع کردی آقای باقری. آقای باقری، آقای باقری، ببین شما مثل بچه آدم صحبت بکن، من صدای کسی را قطع نمی کنم. بچه آدم چیه؟ بچه آروم مثل آدم صحبت بکن آقای باقری. من مجبور میکنی من صدا تو قطع بکنم. ببینید شماها ادب و اخلاق و آداب معاشرت یاد بگیرید، بعد زنگ بزنید. من صدای کسی را الان در تقریبا حدود 2.5 ساعت از برنامه گذشته، من الا کسی که فوش بده ناسزا بگه صدای کسی دیگر رو قطع نمی کنم. آروم با اخلاق با ادب صحبت کنید. بیننده گرامی آقای باقری، با ادب با اخلاق صحبت بکنید، همینطوری کسی رو متهم نکنید. من اجازه میدم که صحبت بکنید. بفرمایید. خب عرض میکنم که آقای انصاری فرمودی که راجع به کلیپ که حضرت آیت الله پروفسور قزوینی فرمودن شما مسخره کردید و این نیست. حالا من میخوام جواب بدم یک دقیقه. فقط ببینید تو حرف من نپرید، من 5 دقیقه نه یک دقیقه من جواب میدم، منتظر میشم که فرمایش شما رو بشنوم. خوبه، در مورد ذهبی میخواید صحبت بکنید که ایشون دروغ گفته بودن؟ در مورد هم کلیپ امشب گفتی کسی جواب نداره، همین علم غیب. کلیپ بود دیگه، کلیپ پخش کردی دیگه الان. بله. و بیننده های قبلی گفتن کسی جواب نداره. آیه انصاری ببینید شما به من اینو جواب بده که یا ساریت جبل یعنی چی؟ جناب عمر چطوری از مدینه فهمید که تو نهاوند باید بپرن برن بالا کوه؟ شما فقط بگو این روایت درست یا غلط. روایت درسته و این از کرامات است و این از کرامات اولیاء الله است. احسن، پس از کرامات علم. کسی نگفته که علم غیب است. کسی نگفته که علم غیب است. آقا شما تو مدینه ای، موبایل و تلگرام هم نیست. 1400 سال قبل. بابا علم غیب است. آخ علم غیب، علم غیب شما فکر میکنی علم غیب است؟ شما فکر میکنی علم غیب است؟ چی شما بفهمید؟ کرامت اولیاست. سبحان الله، کرامت. آقا کرامت است. کرامت اولیاست. کرامت و الهام. شما الان قرار شد ببین آقای باقری، آقای باقری. شما ببینید این اسلوب تلبیس و خیانت رو شماها از قزوینی یاد گرفتید. الان شما آقای محترم، آقای محترم، شما با تلبیس و خیانت هست دیگه، دیگه شوخی نداریم ما با شما. شما که دیگه حداقل سواد داری، میتونی بخونی. همین دروغ تو رو به خدا، تو رو به خدا قسم میدم آقای باقری، جلوی میلیون ها انسان نگفت قزوینی که ذهبی اومده گفته که محمد ابن اسماعیل بخاری ضعیف از ثقه نیست. چرا دارید از یک دروغ دفاع میکنید؟ در کجا گفته ذهبی؟ در کجا گفته؟ الان شما آقای محترم، آقای باقری، الان ادعای علم غیب، ادعای علم غیب کرده قزوینی برای ائمه، برای امام رضا، برای این و آن، میگه که قبل از تولد من امام رضا خبر داره که من کی چه وقت کی به زیارتش میرم و ازش چی میخوام، همه اینا رو خبر داره. در حالی که الله این حرف مخالف با آیات صریح قرآن کریم است. خب جواب بدم. بفرم. بله. این حرف، این فرمایش شما میگیم که مخالف آیات صریح قرآنه. تمام علم غیب اهل ما به فرموده آقای قزوینی ادامه‌شان پخش نکردی. فرمود چی؟
به اذن الله تعالی. خب پخش کردیم، پخش کردیم، دروغ نگید، پخش کردیم، پخش کردیم. من دیگه پخش کردیم. الان پخش کنم دوباره، الان دوباره پخش کنم همون کلیپ رو؟ پخش کردیم ادامه‌شو. دروغ نگید آقای باقری، دروغ نگید. ما پخش کردیم، پخش کردیم، ادامه‌ش هم پخش کردیم، کامل پخش کردیم. به اذن الله تعالی میگه. همین به اذن الله تعالی شو بیارید که در کجا در قرآن گفته که به اذن الله تعالی اهل بیت غیب میدونن. آفرین پسر خوب. در کجای قرآن میگه به اذن الله عمر از مدینه میتونه؟ بابا جان این اولیاء الله، این اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم يحزنون. این اولیاء الله سبحانه و تعالی بودن، کرامت داشتن. مسئله کرامت جداست. یک لحظه الان، الان گوش کن، از این شاخه به این شاخه نپر. الان یک دلیل از قرآن برای من بیار که علم غیب، عمر علم غیب نداشت. هر کس که ادعا کنه که عمر علم غیب داشت کافر به قرآنه، کافر به قرآن. من اینو صراحتاً الان تو برنامه میگم، شما که ادعای علم غیب برای اهل بیت میکنید و قزوینی هم وقتی میاد این حرفو میزنه، دلیلتون از قرآن چیه؟ این ور اون ور نپر، دلیل از قرآن بگو پسر خوب. این ور اون ور نپرم تو حرف من نپر. یک آیه از قرآن بیار که عمر کرامت میتونه داشته باشه از اونجا. عمر کرامت داره، عمر کرامت داره. تو دلیل بیار برای علم غیب. من ادعای علم غیب برای عمر نکردم، صحابه هم نکرده، بخاری هم نکرده، مسلم هم نکرده. شما که به دروغ، به دروغ ادعای علم غیب میکنید برای اهل بیت، دلیل از قرآن بیار آقای باقری. دلیل از قرآن برای علم غیب. علم غیب گوش کن آقای پسر خوب، گوش کن. اگر که آقای باقری پسر خوب گوش کن، علم غیب جداست، کرامت جداست. برای علم غیب یک نفر میگه علم، علم مثلا هندسه داره، علم شیمی داره، علم فیزیک داره، علم فلان داره. شما برای علم غیب اهل بیت دلیل از قرآن بیار پسر خوب. آفرین. الان میارم حال کنی. شما فقط دلیل از قرآن برای من بیار به همون کرامتی که از مدینه میتونه که پای کوه نهاوند رو بگه. بله، السابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین اتبعون به احسان رضی الله عنهم و رضوا عن. خداوند از اونها راضی است، اونها از خداوند راضی است. خداوند از کسی که راضی شد بهش کرامت میده. خداوند از کسی که راضی شد بهش کرامت میده. شما دلیل برای علم غیب، واقعا من به حال زار شما باید بخندم. دلیل برای علم غیب ائمتون از قرآن ندارید. ای داری از این شاخه به اون شاخه میپری. دلیل برای علم غیب آقای باقری، دلیل از علم غیب، دلیل برای علم غیب اهل بیت. دلیل دارم، فرار نکن. بفرما دلیل. قرآن، قرآن دلیل. از قرآن دلیل. بسم الله الرحمن الرحیم. از سابقون و از سابقون اینا جز مهاجرین و انصار بودن، اهل بیت بودن. خدا دلیل برای علم غیب بیار بیچاره بدبخت. دلیل برای علم غیب بیار. از سابقون، از سابقون رو بذار کنار. دلیل برای علم غیب، دلیل. ببین من دلیل میگم. قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغیب. رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه لا اعلم الغیب، بگو ای محمد من غیب نمیدانم. دلیل دوم، قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله ولو كنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. پیامبر صلی الله علیه و سلم، الله سبحانه و تعالی بهش خطاب میکنه که تو علم غیب نداری، خزائن غیب در نزد من است. دلیل بیار که ائمه اهل بیت علم غیب دارن. همه جای قرآن میگه که تو علم غیب نمیدونی. قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله وما يشعرون ايان يبعثون. بگو که علم غیب رو در آسمان ها و زمین کسی نمیدانه مگر الله، و نمیدانن که در کجا برانگیخته میشون. بیار دلیل برای اهل بیت که علم غیب دارن. در کجا برانگیخته میشون؟ علم الساعه اون هست. عالم الغیب فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من الرسول. الله علم غیب را میداند و هیچ کس را از علم غیبش آگاه نمیسازد مگر کسانی از پیامبران که بخواهد. دلیل بیار برای علم غیب اهل بیت. الا همین که خوندی، الا من ارتضا، من ارتضا من الرسول. تحریف نکن قرآن را مثل قزوینی، کامل بخون. الا من ارتضا من الرسول، از پیامبران، از پیامبران. پس رسولان دارن، خدا بخواد رسولان ندارن. رسولا چون با وحی ارتباط دارن، الله سبحانه و تعالی کسانی رو که بخواد از امور غیبی آگاهشون میکنه، چون با وحی ارتباط دارن. به خاطر همین که شماها چون مغزهای کله گنجشکیتون از قرآن کریم هر طوری که دوست دارید تفسیر میکنید.
آقا گوش کن اینجا در پنجه محمد انصاری هستی، نمیتونی مثل شریفی فرار بکنی. ببین بخند با حال زار خودت و شریفی. دوستان عزیز یک کفم براش بزنید. من اینجا تا پایان برنامه تو رو رو خط نگر میدارم که دلیل علم غیب اهل بیت رو بیاری. دلیل گوش کن دیگه. بفرما بفرما بفرما. آیه انصاری از قرآن دلیل میآوری که عمر کرامه دلیل علم غیب اهل بیت دلیل. آقا من اصلا از قرآن دلیل ندارم. تموم شد رفت. تو که به علم غیب اهل بیت قبول داری، بیار دلیل از قرآن. دلیل بیار از قرآن. شما پس آقای باقری دلیل علم غیب اهل بیت از قرآن. جواب بده دلیل علم غیب اهل بیت از قرآن. آقای باقری اینجا شریفی درسی رو من بهش دادم تو این شبکه که مثل زنها رفته فرار کرده. یک سال میشه که من منتظرم که باز دوباره زنگ بزنه دفاع بکنه. دروغ زندیق قزوینی، دروغگو، تلبیس و خیانتی که در مورد محمد ابن اسماعیل بخاری کرده. مرد یک دلیل از قرآن برای علم غیب اهل بیت بیار. یک دلیل از قرآن. زندیق شمایی. یک دلیل از قرآن برای علم غیب اهل بیت. یک دلیل. کرامت علم غیب یا الهام عمر رو از قرآن به من ثابت کن. گیرت انداختن. آقای محترم دلیل برای علم غیب صحابه، علم غیب اهل بیت، دلیل از قرآن. شما اعتقاد دارید که صحابه اهل بیت علم غیب دارن. دلیل از قرآن. دلیل تو اومده بودی، گوش کن، تو اومده بودی که از دروغ استاد قزوینی دفاع بکنی که اهل بیت علم غیب دارن. الان اینجا گیر کردی، داری از این شاخه به اون شاخه میپری. آقای محترم تو به اعتقادات من کاری نداشته باش. عمر علم غیب داره، علم کرامت داره، چی میدونه چی نمیدونه، این به تو مربوط نیست. تو اهل بیت پیامبر که میگی علم غیب داره، میخوای از دروغ قزوینی دفاع کنی، یک دلیل از قرآن برای من بیار. اگه فرهنگ داشتی اجازه میدادیم حرف بزنم. بسم الله. فقط من الان بیننده ببینن که کی فرهنگ داره، کی فرهنگ داره، کی منطق. دلیل یک لحظه گوش کن. دلیل یک لحظه گوش کن. آقای باقری اینجا شبکه بلد نیست که هرچه خزبلات به خورد مردم بدی. فقط آیه میاری برای علم غیب اهل بیت. یک کلمه این ور اون ور گفتی نشان دهنده اینه که مذهب و دین باطلتون دلیلی برای علم غیب اهل بیت نداره. یک دو سه بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. آیه انصاری انشالله که در این صحبت چند ثانیه ما آقا مستقیم برو سر اصل موضوع. مستقیم برو سر من حوصله ندارم با شما سر کله بزنم. مستقیم سر اصل موضوع. یک دو سه آیه از قرآن برای علم غیب اهل بیت. یک دو سه بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. آیه انصاری ازت سوال کردم. یک آیه از قرآن من میذارم ادرو هول تا که آدم بشی. آقای باقری آدم شدی؟ الان دلیل از قرآن بیار برای علم غیب اهل بیت. دلیل از قرآن برای علم غیب اهل بیت. این ور اون ور نپر، این ور اون ور نپر. دین باطلتون نه برای امامتتون دلیل دارید، نه برای اسمتتون دلیل دارید، نه برای اعتقاداتتون، نه برای خمستون، برای ایچیتون دلیل ندارید. این غیبت، غیبت در گل موندی. برای غیبت یک آیه از قرآن نداری؟ واقعا جای شرمندگی، سرفکندگی با این دین و مذهبی که شما دارید. یک دلیل از قرآن برای علم غیب اهل بیت. بسم الله. یک دلیل از قرآن برای مسئله عمر و دومان دلیل برای همین بحث ازدواج نکاحی که در حالا شما فقط این عادتتونه که از این شاخه به این شاخه میپری، فقط میخوای شبهات اینجا مطرح بکنی. من این اجازه رو بد نمیدم. اینجا در قبضه من هستی. برو از شریفی بپرس که چه بلایی سرش آوردم. تا زنده از فراموش نمیکنه. بهت میخنده. آقای باقری بینندگان عزیز منتظرن که شما یک دلیل از قرآن برای علم غیب اهل بیت بیارید. قلب کردی رفتی. واقعا جای شرم و خجالته. من نمیدونم چه احمقی، کدوم
بی سوادی تو رو دبیر تعیین کرده که تو فرزندای مردم در مدارس بری، در یزد بهشون درس بدی، اونجا خاک تو سر اون وزارت آموزش پرورشی که مثل شماها رو معلم تعیین میکنه در مدارس. تو برای یک علم غیب اهل بیت که جزء اعتقادات مذهبی تونه یک دلیل از قرآن نداری؟ عجب مسخره ای هستید شما. واقعا متاسفم براتون، واقعا. اینا مثلا برنامه داشتن تو شبکه ولایت، از یک دروغ قزوینی میخوان دفاع کنن، مثل خر تو گل میمونن اینا. از یک دروغ قزوینی، اون از شریفیش، اینم از باقریش، بقیه‌شون هم مثل همینا هستن. بله سلام علیکم، بفرمایید. بله سلام علیکم، بفرمایید. بفرمایید. سلام علیکم. علیکم. خوبه؟ سلامت باشید، بفرمایید. خوبی آقای انصاری؟ زنده باشید. آقای انصاری عزیز، من یک هفته پیش یه سوال از شما کردم که پیامبر فرمانده باشه یعنی تو رو کنفیگ متعلقه فقاله این کتاب بلاوت سنتی، ولی متاسفانه شما سند صحیح نیاوردید. آیا شما بله؟ جانم خب، شما ببینید آقای محترم گوش کنید، حرف منو گوش کنید. هفته قبلم که در این مورد بحث کردیم، آقا همین کتاب الله و اطرتی، همین مذهب اهل بیت و کتاب اللهی که شما بهش انقدر گیر میدید، همین کتاب الله و همین مذهب اهل بیت کجاست؟ نشون بدید به من. بله کتاب الله کجاست؟ کتاب الله کجاست؟ کتاب الله کجاست؟ آقا من کتاب الله و اطرتی رو قبول دارم. آقای محترم سر صدا نکن. کتاب الله و اطرتی رو قبول دارم. کتاب الله و اطرتی رو قبول دارم. درسته؟ ان تارکون فیکم سقرین. کتاب الله و اطرتی، بسم الله، کتاب الله و اطرتی کجاست؟ کجاست کتاب الله و اطرتی؟ کجاست کتاب مذهب اهل بیت کجاست و کتاب الله کجاست؟ بفرمایید. من دارم با من باعث سوال منو من حتما جوابش رو میدم. من میگم شما چرا رفتی سراغ کسای دیگه ای که نه خدا فرمونه نه پیغمبر خدا؟ لا حول ولا قوة الا بالله. ما سراغ ما دینمون مذهبمون از قرآن کریم و از سنت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم که همون سنت اهل بیت و صحابه است، چون اهل بیت و صحابه غیر از قرآن و سنت پیامبر چیز دیگری نگفتن و سیدنا علی رضی الله تعالی عنه تشویق کردن به کتاب الله و سنتی. الان شما به عنوان یک شیعه به من که اطرتی رو نشون بده که مذهب اهل بیت کجاست که من برم از این مذهب مستفید بشم، ثانیاً این کتاب الله رو به من نشون بده که شماها با کتاب الله چه کار کردید. ببین آقای انصاری، اولا که شما کتاب الله و سنت من گفتم به شما ضعیف و شما و بزرگتر از شما نمیتونه یک سند صحیح در این باره بیاره، این از اولا. دوما شما گفتید که مذهبتون از کتاب خدا و سنت پیامبر اسلام میگی، بذار صحبت کنم. گفتید مذهبتون از کتاب خدا و سنت پیامبر میگیری، مگه پیامبر نفرمود حضرت علی علیه السلام را جانشین و خلیفه من است و اگر این کار را بکنید همه مردم در بهشت میرن؟ این ادعای شماست، این ادعای شماست، این ادعای شماست. فدرت میدم. این ادعای شماست، این ادعای شماست. حدیث پیامبر را به شما نشون میدم، حدیث پیامبر را بر نقل کنم، چرا میترسید؟ نقل کن بسم الله. بفرمایید پیامبر گرامی اسلام فرمود و تمرو علیا و لا علوکم فاعلین تجدو و هادیا مهدیا یعقوب. از اول بخون حدیثو. در مسند احمد حنبل اول بخون، از اول بخون حدیث رو، از اول بخون حدیثو آقای محترم، از اول بخون. خوندم برای دیگه. دروغ میگی، از اول نخوندی، از اول بخون. شما نشون میده که من اول نخوندم. شما راست میگین، نشون میده که من دروغ نگفتم. من نشون میدم، لکن شما از اول چرا نمیخونی؟ چرا از اول نمیخونی؟ میگم و انتم رو علیا و لا اراكم طالب. از اول بخون حدیث بخون. این همه همین، شما بیا اگه من حدیث شما خونم، شما بیا بگو شما را حل. نه پس چرا کامل نمیخونی؟ چرا کامل نمیخونی حدیثو؟ الان میارم. دوستان نشون بدن که اینا چقدر دروغگو هستن، این رافضی های خبیث. نشون بدم الان حدیث رو، بسم الله. اینم حدیث.
رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم حدیثم از حضرت علی روایت است. عن علی رضی الله عنه قال قیل یا رسول الله من نؤمر بعدك، بعد تو کی رو امیر بگردانیم؟ قال ان تؤمر ابا بکر. این قسمتی رو نمیخون، الان اون قسمت آخری رو میخون. این قسمتی که میگم اولش رو بخون. گوش کن حرف، گوش کن وسط حرفم نپر، گوش کن وسط حرفم نپر، گوش کن وسط حرفم نپر، حدیثو کامل بخون. اینجا شبکه ولایت نیست که هر چی که دوست داشتید به خورد مردم بدید. شما علمتون رو از قزوینی دروغگو گرفتید. گوش کن، گوش کن، گوش کن، رو اولد میذارم، رو اولد میذارم، گوش کن حرف منو، گوش کن وسط حرفم نپر، بی ادب، گوش کن حرف منو. ان تؤمر ابوبکر، ان تؤمر ابوبکر تجدوه امینا زاهدا فی الدنیا راغبا فی الاخره. اگر که ابوبکر رو امیر بکنید، آدم امانتدار و زاهد است که به آخرت رغبت داره. و ان تؤمر عمر تجدوه قویا امینا لا يخاف في الله لومه لائم. اگر که عمر رو امیرتون قرار بدید، آدم امین است که در راه الله از هیچ کس نمیترسه، از ملامت هیچ ملامتگری نمیترسه. و ان تؤمر علیا ولا اراكم فاعلین. و اگر که علی رو امیر بکنید، که فکر نمیکنم این کارو بکنید، تجدوه هادیا مهدیا یاخذ بكم الطريق المستقيم. شما هدایت کننده و هدایت شونده است و شما را به راه صراط المستقیم می. چرا حدیثو کامل نمیخونید؟ چرا مثل قزوینی قیچی میکنید؟ همین کلیپو من تو همین برنامه نشون دادم، همین بدبختان ندیدن. احمد جان کلیپش آماده کن یک بار دیگه اینا ببینن، همین کلیپی که قزوینی و قیچی کردن روایت امام احمد در مورد مناقب علی، کلیپشو الان دوباره پخش میکنم تا ببینی. اجازه بده. الان اجازه میدم، بفرم. خب چرا نمیخونی؟ چرا حدیثو کامل نمیخونی؟ آقای محترم سوال من جواب بده، سوال منو جواب بده، سوال منو جواب بده، سوال منو جواب بده، چرا حدیثو کامل نمیخونی؟ ببین اجازه بده، ابوبکر اگر راغب در دنیا باشه برای مسلمان‌ها اصلا هیچ منفعتی نداره. آقای محترم، آقای محترم، شرح حدیثو بذار کنار، شرح حدیث رو، شرح حدیث رو بذار کنار. شماها چرا خیانت میکنید؟ گوش کن، گوش کن حرف منو. شماها چرا خیانت میکنید مثل قزوینی؟ روایت رو چرا کامل نمیخونید؟ بابا روایت رو من بد میگم که روایت کامل بخون. گوش کن، گوش کن، گوش کن پسر خوب، سر صدا نکن، شلوغ نکن، گوش کن حرف منو. چرا میگی که این روایت از اولشه؟ چرا دروغ میگی؟ خجالت نمیکشی؟ چرا دروغ میگی؟ چرا دروغ میگی؟ میگم که روایت رو از اول بخون، میگم روایت رو از اول بخون، میگی از اولشه، چرا دروغ میگی؟ آیا در دین مبین اسلام دروغ گفتن جایزه؟ در دین مبین اسلام دروغ گفتن جایزه؟ من گفتم که شما اینو بیاید که شما رو جواب بدم. یک لحظه، الان الان رو هولد باش، رو هولد باش، کلیپو یک بار دیگه پخش میکنن تا اینکه کلاه شما این چیزا رو درک بکنه. اینا میدونید این باقری و شریفی و مثل اینا که سر و صدا میکنن، اینا علمشون رو میرن از شبکه ولایت میگیرن، از دروغگویی به اسم قزوینی. کلیپو ببینید، چون همین حدیثی رو که ذکر میکنه ما کلیپشو در اول برنامه پخش کردیم، همه این احمقا نیده بودن. ببینید ما هم. قزوینی و قیچی کردن روایت امام احمد در مورد مناقب علی رضی الله عنه. آخوند قزوینی یا همان آیت الله مقراض روایتی را از مسند امام احمد ذکر می کند که در آن ویژگی های خلفای راشدین در تولی امر حکومت از زبان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بیان شده است. اما این آخوند بخش نخست روایت را که به ضرر اوست نمی خواند و سعی می کند با قرائت بخش دوم علی رضی الله عنه را اولای به امامت از ابوبکر و عمر رضی الله عنهما بداند. ببینید احمد ابن حنبل در متوفای 241 روایتی رو نقل میکنه، سند روایتم 100% صحیح عرض میکنم، میگه و این تو امرو علیان ولا اراکم فاعلین. اگر علی را امیر خودتون قرار بدید، گرچه میدانم نمی کنید، او هم هدایتگر هم هدایت شده است، یأخذ بكم الطریق، شما را به زور هم که باشه در صراط مستقیم قرار میده.
این هم صفحه کتاب را عزیزان ببینن. در ابتدای این روایت آمده است: گفته شد یا رسول الله، چه کسی بعد از شما امیر خواهد شد؟ فرمود: اگر ابوبکر را امیر خود قرار دهید، او را پارسا در دنیا و مشتاق آخرت می‌بینید، و اگر عمر را امیر خود قرار دهید، او را قوی و امین خواهید یافت که در راه خدا از هیچ چیزی نمی‌هراسد. اما آخوند مقراض با وقاحت تمام این بخش را قیچی می‌کند. جناب آیت الله قیچی به خوبی می‌داند که خواندن بخش نخست روایت تیشه به ریشه باورهای اوست و وجه استدلالش به این روایت را زیر سؤال می‌برد، لذا دست به چنین خیانتی می‌زند. فلانی روایات ما را صدرش می‌خوانه، ذیلش نمی‌خوانه، چنین و چنان و سر صدا ایجاد کردن، ما دروغگوی ماهر و مکار. حالا بفرمایید مردم قضاوت کنند، ما هیچی نمی‌گیم. ما نمیگیم اینها دروغگو هستن، مکار هستن، ماهر هستن، چی هستن. خود دوستان بیننده شیعه و سنی ما روایت را آوردیم را آنتن، آقایان دیدن. خدمت بینندگان عزیز و گرامی، واقعا یک شعری است در عربی خیلی جالبه. البته این یک بیت شعر در سه روایت در این مورد هست. میگه که اذا کان الغراب دلیل قوم سیهدیهم الى دار الخراب، اگر که کلاغ راهنمای قومی باشه اونا رو به خرابخانه میبره. میگه که اذا کان الغراب دلیل قوم یمر بهم على جیف الكلاب، اگر که کلاغ راهنمای قومی باشه اونا رو به لاشه مرده سگها راهنمایی میکنه. سومین روایت میگه که اذا کان الغراب دلیل قوم فلا فلح ولا فلح الغراب، اگر که کلاغ دلیل قومی باشه، راهنمای قومی باشه، نه خودش رستگار میشه نه کسایی که به دنبالش مون. این جناب آیت الله دکتر پروفسور چرتکه، به قول آقای باقری پروفسور قزوینی چرتکه، این بدبخت بیچاره از 1000 تا 1100 بلد نیست یک شماره بشماره. 10 مرتبه تکرار میشه، از 1000 تا 1100 نمیتونه یک شماره انتخاب بکنه. این اومده برای مردم میخواد علم، دین، مذهب رو را... اگر این از آیت الله پروفسور شما شما رو یمر رو بهم علی جیف الکلابی، شما رو به لاشه مرده سگها راهنمایی میکنه. احمد جان مثل اینکه این کلیپ آیت الله پروفسور چرتکه رو آماده داره. آماده است احمد جان؟ آماده است، ببینیم کلیپ رو. آیت الله چرتکه. از 700 تا 800 855. خب عیب نداره. از 1000 تا 1100. از 1000 تا 1100. بابا عجب سوالی. از 1000 تا 1100. 1330. باریکلا چه پاسخ ظریف و کاملی. از 1000 تا 1100. قبولی لحظه یه لحظه میشه یه بار دیگه سوالتون بگین؟ سوالتون چی بود؟ از 1000 تا 1100. 1000 تا 1100. 1000 تا 1100. 100. 1111 سال وفات علامه متی مجلسی. عجب جواب موشکافانه ای. عرض کنم که حالا از 1000 تا 1100 هم یه عدد بفرمایید. راهنمایی کنین یه مقدار بیشتر. میشه سارتون رو بشکافین؟ حالا 1000 و مثلا 1000 و
کم پایین تر 40 خورد 50 چیزی 1555 آفای شما سلطی به عدادا من خوشم اومد چرتکه وسیله ای قدیمی است که برای انجام محاسبات به کار می رود. حدود 2300 الی 2700 سال قبل از میلاد مسیح، اولین چرتکه توسط سومری ها مورد استفاده قرار گرفته است. در طول امپراتوری هخامنشی در حدود 600 سال قبل از میلاد مسیح، ایرانیان اولین بار شروع به استفاده از چرتکه کرده اند. در دوره و زمانه ما نیز با وجود پیشرفت علم و تکنولوژی همچنان نمونه هایی از چرتکه خودنمایی می کنند. بله بینندگان گرامی، اینا مثل این آقای که سرصدا میکرد و واقعی و شریفی و غیره، اینا یعنی در پای سخنهای این آیت الله چرتکه میبخشید پروفسور چرتکه میشینن و از ایشون علم میگیرن. اینطوری هم آبروشون میره. میگم حدیث از اول بخون، میگی نه از اولشه. اولشو قیشی میکنه، آخرشو میخونه. تو صفحه تلویزیون جور میلیون ها بیننده فقط همون قسمتشو نشون میده که به اصطلاح بهش استشهاد بکنه و دلیل بیاره برای امامت. خب اگر این روایت دلیلی است برای امامت حضرت علی که شما اینقدر سر صدا میکنید، قسمت اولش دلیل است برای امامت ابوبکر، قسمت دومش دلیل است برای امامت عمر، قسمت سومش هم دلیل است برای امامت علی. همین ترتیب شد. حالا حضرت عثمان در این روایت نیست. یعنی این بدبختی این قوم است واقعا. یعنی اینا بعد خب میدونید که در ایران دیگه بسیجی بودی و برای به ساز نظام رقصیدی، معلم هم میشی، دبیرم میشی، همه کاره میشی در اونجا. اینها بعد میخوان بچهای مردم رو تربیت بکنن. پروفسور آیت الله چرتکه و این آقای باقری هم دبیره، بدبخت بیچاره، خاک بر سر اون آموزش پرورشی که امسال تو رو برده اونجا به عنوان دبیر تعیین کرده. تو بلد نیست یک دلیل از قرآن برای علم غیب به اهل بیت بیاری؟ یک دلیل از قرآن؟ آه این روایت حضرت عمر میگه، مثلا این روایت قبول ندارم، اصلا قبول ندارم این روایت رو، اصلا این روایت رو انکار میکنم، در دین من هیچ تغییری ایجاد نمیشه، نه در ارکان اسلام است، نه در ارکان ایمان است، نه در دین و عقیده من هیچ خلل ایجاد نمیشه. با وجود اینکه رو سند این روایت ده ها صد ها حرف و حساب است، من اصلا این مسائل رو باز نمی کنم، وقتش هم ندارم اینجا. اصلا این روایت هم گفتم بهت قبولش ندارم، هیچ دلیل از قرآنم براش نمیارم. اما تو بدبخت بیچاره وقتی دلیل برای علم غیب اهل بیت نداشته باشی، همه دین و مذهبت باطله، خمست، نمیدونم امامتت، همه چیزت، علم غیب اهل بیت رو انکار بکنی یعنی همه چیز رو انکار کردی. و شما بدبختای بیچاره یک دلیل از قرآن ندارید برای علم غیب اهل بیت. بله سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام. خواستم با آقای حاجی آقا انصاری چند کلمه صحبت بکنید. بفرمایید با من صحبت بکنید، فقط در 30 ثانیه چون وقت برنامه کاملا به پایان رسیده. بچشم. سلام علیکم. سلام و رحمت الله. وقت شما بخیر. وقت شما بخیر. حاجی آقا انصاری. انصاری هستم، بفرمایید. محمود ازم از کرمانشاه زنگ می‌زنم. محمود جان برادر عزیز بفرمایید. حاجی آقا من یک دو رقم، یعنی از یک پدر شیعه، البته ما 17 تا برادر خواهری، از یک پدر شیعه و چند تا مادر شیعه و سنی، درست، توی این چند سال اصلا توی این دو تا مذهب گیر افتاده بودم. از لطف شما یه چیزای ما آگاه شدیم الحمدلله جدیدن. الحمدلله چون تلویزیون ها رو داره نگاه میکنیم. من فهمیدم در تاریخ حضرت علی مظلوم ترین تاریخ بوده. در رابطه با همین حدیثی که شما امشب تعریف کردید، پیامبر خواسته چی ثابت بکنه؟
اصلا ثابت بکنه که در دین من دموکراسی هست. من این 3 نفر به شما معرفی میکنم، هر کدام در یک روند، حالا هر کدام شما انتخاب کردید درست، ولی شب انتخاب اصلا علی حق انتخاب نداشت. شما اینا بهتر میدانید، من یه آدم عامی هستم، بی سوادم، ولی چیزی که شنیدم از امثال شما، از بزرگان، چیزی که شنیدم اما اون دفتان فدک و الى آخر که پیش آمد و این آقایانی که حتی تو جنگ حنین و تبوک از جنگ فرار کردن ولی بعدا ادای حق شدن و علی تا آخر جنگ پشت پیامبر ایستاد از حق معلوم شد. من این چیزای یاد گرفتم. درست. ببینید برادر گرامی آقا محمود، ببینید آقا محمود، نظام پادشاهی اینه که پادشاه وقتی که از دنیا رفت، پسری، وارثی، کسی داشته باشه، میشه ولیعهد و میشه جانشینش. اما در دین مبین اسلام الله سبحانه و تعالی در قرآن میگه و امرهم شورا بینهم، یعنی امور مسلمان ها توسط شورا حل میشه. شورای مهاجرین و انصار در سقیفه عزت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه رو به عنوان امیر مؤمنان و خلیفه مسلمین تعیین کردن. سیدنا علی رضی الله تعالی عنه که شما مثلا شیعه علی هستید، در نهج البلاغه در نامه شیش میگه که انما الشورى للمهاجرین والانصار فان اجتمعوا على رجل وسموه اماما كان في ذلك لله رضا. شورای مسلمین از آن مهاجرین و انصار است و اگر جمع شدن و کسی رو به عنوان امیر خودشون، امام خودشون تعیین کردن، در این امر رضایت الله سبحانه و تعالی است. الان آقا محمود ببین، مشکل امروز شیعیان چیه؟ ابوبکر خلیفه شد، عمر خلیفه شد، عثمان خلیفه شد، علی هم خلیفه شد، حسن هم خلیفه شد که امام حسن بعدن واگذار کرد به معاویه. ترتیب آنطوری که خیلی از مسلمان ها شاید طور دیگری میخواستن، اما چیز دیگه الله سبحانه و تعالی خواست و اتفاقی بود که افتاد، تموم شد رفت. شیعه اومدن یک کانال 12 امام رو درست کردن که این 12 امام باید امیر باشن، خلیفه باشن، امام باشن. از این 12 امام غیر از حضرت علی و امام حسن به مدت 6 ماه هیچ کدوم دیگه خلیفه نشدن، هیچ کدوم دیگه زمام امور مسلمان ها رو به دست نگرفتن. اومدن به خاطر این که این قالب بکنن، این اعتقاد باطلشون رو پروبال بهش دادن، براش اسمت تراشیدن، براش خمس تراشیدن تا جیب مردم رو خالی بکنن، براش علم غیب تراشیدن که یک دلیل از قرآن ندارن. علی مظلوم بود، حرف شما من موافقم، علی واقعا مظلوم بود. از طرف کی مظلوم واقع شد؟ از طرف شیعیانش، کسانی که ادعا میکردن که شیعه علی هستن. همین علی رو در صفین تنها نگذاشتن، همین علی رو در کوفه تنها نگذاشتن، فرزندان علی رو در کربلا تنها نگذاشتن. 72,000 نفر شیعه‌ای که با امام حسن بودن در موقع جنگ با معاویه تنها نگذاشتن که مجبور شد که تن بده به صلح. مگر همین امام جواد رو شک نکردن در نسبش؟ امام رضا رو شک نکردن در نسبش؟ کفشناس آوردن که ببینه که واقعا فرزند این هست یا از زنا به دنیا آمده. دل ائمه اهل بیت پرخون بود از شیعیانشون، ائمه اهل بیت همه مظلوم واقع شدن. بفرمایید. الو. بله بفرمایید. خدمت شما عرض کنم که حاجی انصاری، دلیل اینی که ما ایرانیان به اسلام بها دادیم دلیل کم توانیم نبود، که همین که دموکراسی در اسلام بود، همین که آزادی بود، همین که یه دینی بود که ما از زیر سلطه ساسانیان دریم که مثلا آتشکده دولتمندان فقرا را رانی میدادن، تفاوت ها بین برد. ما خواستیم از زیر سلطه مادی ساسانیان خارج بشیم، ولی متاسفانه افتادی دست آخوند. ما اشخاصی مثل اولو ها و هرمزان ها و اینا به اسارت گرفته شدن که اون فجایع به بار آمد، و متاسفانه داستانی که الان دوباره بین خود این دین مشکلی پیش آمده که الان این خروج جنگی شیعه و سنی با هم درگیر شدن. محمود جان، برادر عزیز، آقا محمود خروج جنگی نیست، جنگ حق و باطل است. ما دلیل داریم از اینجا، از این قرآن. این
فصل الخطاب است در بین ما و مخالفینمون. من الان با همین آقای باقری همین آقای باقری که من داشتم باهاش صحبت می‌کردم، من 3-4 دلیل در اثبات عدم غیب برای علم غیب برای انسان‌ها آوردم غیر از رسولان. ایشون یک دلیل از قرآن نداره. الان بیخ گوش ما تو عراق داعش بچه 6 ماهه را می‌ذاره تو اجاق میپزه میذاره جلو در مادرش بخورن. این اسلامیه که دنیا برای از بله توجه فرمودین؟ الان اسلامی که بیخ گوشه منه داره آدمم تو روز سر میبورم. این اسلام نیست. کی گفته این اسلامه؟ اولا این حرفی که شما زدید ادعای اسلامیت داره. آقای محترم، اولا که این حرفی که شما زدید هیچ دلیلی ندارید براش، هرگز این کار صورت نگرفته. ثانیاً بالفرض محال اگر صورت گرفته باشه، این نمایندگی از اسلام نمیکنه. برادر عزیز، کجای اسلام گفته این کارو بکنه؟ خدا من اینا میگن منظور ببین. تشکر میکنم آقا محمود. وقتمون به پایان رسیده. من مجبورم صدا شما رو قطع بکنم، چون که شماها متاسفانه این مسائل را از تلویزیون ها اینها میشنوید، مثل این مصدر علم آقای باقری هم آیت الله چرتکس، اون یکی هم اومده بود حدیث از مسند امام احمد میگفت که قزوینی براش تو تلویزیون گفته. اینها مشکل شما اینه که این آخوندها بر همه چیز حاکم شدن، بر رادیو، تلویزیون، روزنامه، مجله، مدرسه، حوزه، دانشگاه، همه جا. و تا وقتی که این غده های سرطانی در ایران باشن، شما حال روزتون از این بدتر میشه، بهتر نمیشه. پس این غده های سرطانی رو زودتر دور اندازید، خاصاً آیت الله چرتکه رو. تا فرصت دیگر و تا آن روی سکه دیگر، الله یار و نگهدارتان باد و صلی الله علی سیدنا.